یاران و همراهان عزیز، چند دقیقه فرصت پیدا کردم بازم بیام باهاتون صحبت بکنم. این چند روز حالم خوب نبود، یه خورده همچین سرماخوردگی بگینگی، همین که به شدت کار دارم، ولی این وسط ها هر وقت فرصت پیدا بشه حتما میام باهاتون هستم. بذارید بدون مقدمه برم بگیرمتون رو خط ببینم که چه خبره، حرف حسابتون چی هست و داستان چه باید کرد. درباره انتخابات آمریکا دائم از من هی سوال میپرسن بچه ها. امروز جالبه، نظرسنجی های مختلف داره بیرون میاد که از البته دو سه روز گذشته، از پریروز شروع شده این نظرسنجی ها که داریم میبینیم یه ایالتی مثل فلوریدا که ایالت بسیار مهمیه، من تو توییتر البته دربارش نوشتم، حتما ببینید، جالبه اون که ایالت فلوریدا پرزیدنت ترامپ 5-6% عقب افتاده بود، اما الان نظرسنجی‌های مختلف نشون میده یا برابر شدن یا اینکه 3% حتی جلو افتاده، که خب خبر خیلی خوبی برای پرزیدنت ترامپ و خبر بسیار بدی برای جوی خابالوت هست، جو بایدن، چون که دموکرات‌ها تقریبا غیر ممکنه براشون بتونن انتخابات آمریکا رو ببرن بدون اینکه فلوریدا رو برده باشن. یک ایالت کلیدی هست مخصوصا برای دموکرات ها. خب بذارید ببینم. و این وسط خامنه ای که همه تخم‌مرغاشو گذاشته توی سبد این که بایدن انتخاب بشه و ترامپ انتخاب نشه، این شب و روزا حال خوبی نداره. داریم یواش یواش به آبان نزدیک میشیم، به آبان پرحادثه، آبانی که قهرمانان راه آزادی رو دوباره به ما تقدیم کرد، ایران ما دوباره سرفراز شد توی دنیا، عزیزترین ها، نخبه ترین ها جون خودشون رو از دست دادن با دستور سید علی قاتل که توسط مزدورانش اجرا شد. و ببینیم آیا از روی خانواده بازماندگان قهرمانان این آبان 98 خجالت خواهند کشید، چهره های اپوزیشن و دست از بچه بازی هاشون بر می دارن کنار هم بشینن، ببینیم آیا به احترام عشق های مادر مهرداد مهمفر، خواهرش ماریان، به احترام خانواده نیکتا اسفندیانی، پدر پویا بختیاری که خودش هم به زندان افتاد، ببینیم به احترام همه اینها و بیش از 1500 کشته آبان 98 آیا اپوزیشن ما از خواب بیدار میشه یا نه. توی توییتر اتفاقا یه متنی رو گذاشتم، این نظرسنجی گذاشتم، چند ساعت دیگه وقت داره، هنوز میتونید توی نظرسنجی شرکت کنید، آدرس جدید توییتر من هستش فخرآور اندرلاین امیر، حتما بیاید اونجا فالو بکنید، که نوشتم با توجه به جنایاتی که خامنه ای انجام داده توی دیه 96 و آبان 98، این جمله رو براتون بخونم، که با توجه به جنایات بیرحمانه رژیم خامنه ای در به زندان و شکنجه کشاندن ده ها هزار دختر و پسر ایرانی، به نظر شما مهمترین کاری که توسط اپوزیشن امروز باید برای هدایت مبارزات آزادی خانه مردم انجام شود چیست؟ یک، تشکیل شورای انقلاب. دو، ادامه اصلاح طلبی. سه، مبارزه بدون خشونت. 4، سگ درگاه سید علی هستم. هر کدوم از این گزینه‌ها نماد یکی از تفکرهای عمده توی اپوزیشن ما هست. درصدها رو نگاه بکنید و متوجه میشید که گرایش مردم به کدوم سمت. تا الان
بچه ها اگر آخرین نظرسنجی، آخرین درصدها رو بتونن اونجا به من بگن که خوب میشه. بذار ببینم توی این من دارمش. آره توی تویتر جدید من این هست، فخرآور آندرلاین امیر، و 1515 نفر تا الان شرکت کردن. حدود 11 ساعت پیش من این نظرسنجی رو گذاشته بودم بالا، تا 13 ساعت دیگه هنوز میتونید رای بدید که تشکیل شورای انقلاب همونجوری که میبینید با اختلاف بسیار زیاد 86% آرا رو مال خودش کرده. ادامه اصلاح طلبی 2% رو داره، یعنی اصلاح طلب ها عملا این درصدیه که اصلاح طلب ها در جامعه دارن الان، 2%. مبارزه بدون خشونت که جریانیه که بیشتر طرفداران طیف سلطنت دارن با هدایت شاهزاده رضا پهلوی دارن دیگه الان دنبال میکنن، 9% حمایت میشه. و سگ درگاه سید علی هستن بسیجی ها و مزدوران رژیم که فقط 3% هستن. من گزینه های نظرسنجی رو خیلی با دقت انتخاب کردم برای اینکه هر کدومش یک طیفی رو داره نمایندگی میکنه. تشکیل شورای انقلاب، پیشنهاد کنگره ملی ایرانیانه. من فکر میکنم از اونجایی که کنگره ملی ما دستمون روی نبض جامعه است و با توجه به آخرین خواستها و مطالبات جامعه داریم خودمون رو هماهنگ میکنیم، میبینید که 86% خواسته جامعه توی همین بحث تشکیل شورای انقلاب هست که متاسفانه داریم میبینیم چهره های دیگه اپوزیشن به شدت دارن مقاومت میکنن در برابر تشکیل شورای انقلاب که بسیار غریبه. بعضی ها میگن انقلاب خاطره بدیه، برای همین من وقتی بحث تاریخ رو میکنم میگم عملا چیزی که به اسم 57 به اسم انقلاب اسلامی هدایم ازش یاد کردن هیچ وقت انقلاب نبوده و یک کودتا بوده، یک واقعیته. برای اینکه انقلاب باید یک مفهوم خوبی داشته باشه تهش، ولی تا این حد به فاجعه بردن کودتایی بود که در برش الان مفصل صحبت کردم باهاتون. و وقتی امروز داریم میگیم شورای انقلاب، چیزی که کشور ما بیش از هر زمان دیگه‌ای بهش احتیاج داره. اگر سال 57 ما احتیاج به یک سری اصلاحات داشتیم، نه به کودتای درباری که انقلاب قلم دادش بکنن، امروز بیش از هر چیز ما به انقلاب احتیاج داریم و به تشکیل شورای انقلاب. حالا ببینیم ادامه نتایج نظرسنجی چی میشه. معمولا وقتی که من این نظرسنجی‌ها رو میام آنلاین اعلام میکنم، یک رقابت سنگینی بین اون گروه هایی که اون پایین با هم دیگه کلکل میکنن میفته. سگان درگاه سید علی حمله میکنن به سمت اینجور نظرسنجی ها، میرن آمار خودشون رو بالا ببرن، بسیجی ها و مزدوران رژیم و اینها، و ببینیم این بار هم میرن تلاش بکنن آمار سگ درگاه سید علی هستن رو بالا ببرن یا نه. واقعا چقدر میتونن خودشون رو حقیر بکنن که حاضر باشن تو درگاه یه آخونده شپشوی ما تحت نشوری مثل سیدعلی گدا، سیدعلی قاتل امروز، بخوان سگ درگاهش هم باشن. ببینم از شما بچه ها بیاریم بالا. دوباره از این هایی زدن که بیان بالا قفل کنن، فکر میکنن از این مرضهای خاص میزنن نمیان، دیکلاین میکنن و ببخشید من حالم هم چندان مساعد نیست دیگه. MAHAM کلا بیا بالا اسمون چون نمیبینم. مهام کلا نمیدونم something. اگه میتونی بیا بالا، اگه نه من برم یکی دیگر بگیرم. نمیتونه
من نمیدونم قبلا اومده بود بالا یا نه. وست شد صدای من میشنوی؟ اگه صدای من میشنوی قفل گوشی رو احتمالا باید باز کنی که ما هم بشنویم. نه بعضی از بسیجی ها میبینم اینجا فوش میدن. مرتضا داری فوش میدی؟ بیا بالا ببینم حرف حساب چیه. مرتضا 313 بی بالا بسیجی بیا شهامت داشته باش، نترس نمیخورم بی بالا، ما اشغال خور نیستیم. بی بالا بی بالا داری فوش می‌نویسی؟ خب بی ببینم حرف حساب چه. چرا میترسی الان؟ منتظره که اکسپت کنی بیای بالا. مرتضا 313 چی شد جام کردی؟ اینجوری شما میخواین سرباز امام زمان باشین؟ من فقط تو کوچه خالی جیغ جیغ کنین. بی بالا دیگه منتظرم. مرتضی خان وای به حال اون امام زمانی که شماها سربازانش باشین. از چشای من انقدر وحشت داری؟ ببین در برابر دشمنان امام زمان چه جوری می‌خوای گیر کنی. سالاری میگه اشغال خودتی بی شرف. به کی داره میگه؟ بذار ببینم بی بالا ببینم به کی گفتی. سالاریه چی بود؟ چرا تو هم در رفتی؟ چرا در میرین؟ خب شما بسیجا یه موقع پررو بودین میمدین بالا عربده میکشیدین، چرا حالا فوش میدین در میرین؟ لام از سبا بده، اینجوری بده. سید علی رو تنها نذارین، لااقل شهامت داشته باشین بیاین بالا. خب بذار ببینم گرفتاری داریم از دست این. کی میگه من شهامت دارم بیارید بالا حرف دارم با هاتون؟ سمیرا او نجفی باز. بله سلام. سلام خوبی؟ سلام از بشین در این صدای منو دفعه الان میشنوم. آره یه لحظه فکر کردم از این کجایی؟ از کجا هستی؟ ایران هستم. خب خوبی؟ ممنونم. من حرف دارم با اتون های فخرآور. خیلی وقت هم هستی میخوام تو لایواتون بیام بالا. خب بفرمید. خب شما که امشب این اتفاق افتاد. خواهش میکنم بفرمید. اول یه اعتراض دارم بفرمید در مورد این که میگین که قاسم کتلت. خب اعتراض دارم به این حرفتون. چرا؟ چون کتلت دیگه دوست ندارید دیگه نمیتونیم بخورین؟ نه همین اعتراضم، چون کتلت دوست دارم. خب خود یه قضیه خوشمزده یه. چرا شما باید اسم یه همچی قضیه بذارید روی این آدم؟ شما میگید سیرابی. خب من خودم سیرابی دوست دارم چیکار کنم؟ نمیدونم مثلا میگید دنبلان. نمیدونم دیگه دیره دیگه. مثلا ببخشید ببخشید بیادبی هم مثلا میگید پشکر. بعد بس ببینیم حالا قاآنی سید علی ببینیم اینا سرنوشتشون چی میشه برای اونا بالا لفظای جدید تولید میکنیم. ولی فعلا قاسم کتلت که گرفته. ببین قاسم کتلت که گرفته تا فضا هم رفته دیگه. دکتر فیروز نادری هم ازش استفاده کرد، یعنی دیگه تا دانشمندای ناسا هم استفاده کردن، یعنی به فضا رسید این اصطلاح قاسم کتلت. پس حداقل اسم کتلت رو عوض کنیم دیگه. اون مشکل شماست، تو ایران میتونید عوض کنید. آره بعد یه فکری واسه اون بکنیم. خب خب این مشکلان که حل نشد، حالا چجوری بقیه مسئله بگم که حل بشه؟ بگو ببینم چیه مشکلاتت. نه مشکل اساسی همین با این کدلته بود که میگه نمیشه دیگه، چون به فضا رسیده دیگه نمیشه کارش کرد. نه دیگه اون دیگه رد شد، دست ما خارج شده از جب، خارج شده رفته تو فضا. سوال دارم ازتون های فرزاور. این که یه سری از دوستان که خیلی حالا ادعای وطن دوستیشون هم میشه
چرا تو خیلی از مواقع، تو خیلی از مشکلاتی که حالا ما مردم داریم توی این گرفتاری های ما ساکتن، نهایت آخرش یه بیانیه میدن هموطنانم هممیهنانم ما صدای شما رو شنیدیم، در حالی که نه صدایی میشنون نه با توجه به حجم زیاد متاسفانه مخاطبی که توی ایران دارن عملا کاری انجام میدن برای اینکه مثلا بتونن کی؟ مردم رو کنار هم متحد کنن. مثلا این دعواها رو نمیذارم برای فرد آزادی. کیو داری میگی؟ بگو دقیقا اسمشون رو بیار ببینم دیگه. دیگه رو اسم دروازه اگر بخوام بیارم مشخصا شاهزاده. خب چه انتظاری دارین ازش؟ من مطمئنم که میشنوه این حرفا رو. بگین ببینم انتظارتون چیه. ساده ترین چیز اینه که مثلا تلاش بکنن حداقل برای اینکه بتونن حالا همین اپوزیسیون، ببخشید معذرت میخوام، درب و داغونی هم که هست متحد بکنن. میدونید اینکه حالا من فردای آزادی قراره چی کاره باشم تو این مملکت، دعوایی که بعدش باید اتفاق بیفته. اینکه الان شما یه کتاب قانون اساسی با دوستان نوشتین که انقدر خوبه و حتما همه دوستانی که توی این لایف هستن اون کتابو مطالعه کردن و بند بندش اومده کامل توضیح داده که قراره که فردای آزادی چه اتفاقی بیفته. یعنی ما یه نقشه راه داریم. این فکر میکنم عاقلانه ترین و منطقی ترین راهه برای اینکه ما بتونیم دوره یک میز جمع بشیم. یعنی یه مرجع داریم که آقا اینه فردای آزادی، اینه این 57 نیست که تازه بخوان شورای انقلاب تشکیل بده، حالا تازه ببینیم چه بلایی قرار سر مردم بیاد. فکر میکنم که من سکوت کردم که حرفاتو شاهزاده بشنوه و ببینم. سمیرا تو خودت طرفدار چه نحله فکری سیاسی هستی؟ آیا مطمئنا انقلاب قانون اساسی؟ چون موقعی که من بدونم قرار بعدش چه اتفاقی بیفته میدونم. برای ببین، برای قانون میدونم. اساسی، خب ما قانون اساسی پیشنهادی رو هم برای پادشاهی پارلمانی ایران نوشتیم، هم برای جمهوری ایران، هر دوش توی همین سند هست. میخوام بدونم کدوم یکیش رو خودت بیشتر مد نظرت بوده همیشه؟ خب رویای ما هم رویای رضاخان کبیره، مطمئنا جمهوری، چون ایشون هم از اول دنبال جمهوری بود و اون آخوندای خدا لعنت کرده نذاشتن. خب جمهوری مطمئنا جمهوری خیلی بهتر جواب میده. چرا باید یکی ها بیاریم واسه خودمون؟ هر دوتاش میتونه جواب بده، یعنی با این قانون اساسی اگر جلو بره. خب من طرفدار جمهوری ام و همین، من خواستم فقط خودت رو بدونم که حتما دایرکت. من که میگم من نماینده، شاید مثلا حداقل خانواده خودمو میتونم بگم دیگه، حداقل نماینده 50 نفری هستم که توی خانواده درجه یک و درجه دو خودم در مورد این مسئله مثلا با هم صحبت میکنیم و مثلا خیلی همون با هم متفق نظریم که باید این اتفاق بیفته. یه سوال دیگه میخوام سمیر ازت بپرسم راجع به مذهب. خواهش میکنم. مذهبی بودین؟ یه زمانی بودم بله. توی مراسم های حسین پارتی و ابوالفضل پارتی و اینام شرکت میکردی؟ متاسفانه یه زمانی بله. مثل همه ماها تقریبا، بله. همه ماها این بله. گرفتاری رو داشتیم، این شستشوی مغزی رو همه درش درسته. بودیم. الان دید مذهبی توی خانواده شما، من نمیخوام روش به کل ایران بگی، توی خانواده شما الان همسرم کناره میگه صفر. خیلی بهشون سلام برسون. سلامت بشت. و میخوام بدونم که ما حتی مسلمون هم نیستیم های فخرآور دیگه، یعنی هیچ مذهبی. آیا واقعا تصور میکنید که واقعا یه روز اصلا حسینی وجود داشته؟ آیا امام زمانی وجود داشته؟ یعنی که تمامش یک افسانه‌ای بوده برای کلاه گذاشتن سر همه ما ایرانی ها، گنبد درست کردنش امام. همینجوری که میبینید امامزاده الان مثل قارچ تو ایران امامزاده سبز میشه، همینجوری فکر کنید اون سالا دیگه. بله. الان که دیگه هزاره سوم میتونن اینجوری امامزاده سبز حالا این کنن. اون موقع ببین چجوری امامزاده میتونستن سبز کنن از 1300-400 سال پیش. بر صورت تبریک میگم به خودت، به خانوادت، که چون عبور از بله. این دیوار و سد خرافات مذهبی کار آسونی نیست، کار بسیار مشکلی. دقیقاً. بهتون تبریک میگم. من خوشانسی که داشتم همسرم خیلی به شدت تو این مسائل با من همراهه، انقدر که حتی مثلا میشنه با مثلا خانوادهش با مادرش بحث میکنه و توضیح میده. شما مثلا فکر کنی آدمی که 70 سال یه طرز فکر داشته، شما الان میخوای بگی نه طرز فکر داشته بود، یعنی کل مسیر زندگی اشتباه بوده و پذیرش از سمت اون قشر خب خیلی سخته. ولی خب ما سعی میکنیم تا اونجایی که میشه آگاهشون کنیم، ولی اینکه حالا بپذیرن یا نه مطمئنا زمان میبره. ولی خب خودمون
دو تا الان نه مسلمون هستیم نه هیچ مذهب دیگه ای داریم، فقط ببین خدا رو اینقدرم قبول داریم و راحتتره. قوانین فیزیک و شیمیا. آفرین آفرین، اینقدر راحتتره. تو فکر بکن که خب ما به خدا اعتقاد داریم، ما به یک خدایی بله. که فرمول های زیبای هستی رو نوشته. ما دقیقا. یعنی من از روزی که این طرز تفکر سرشار از خرافات رو کنار گذاشتم، زندگی برای خودم خیلی زیباتر شد. یعنی آقای فخرآور، من موقعی که این خرافات رو کنار گذاشتم، موقعی که این خرافات رو کنار گذاشتیم، واقعا یه دریچه از نور، از چی میگن، آگاهی و بینش رو به ما باز شد که الان میتونیم همه چیز از فرای اون ببینیم. یعنی ببین، من همه اون گرفتاریمون خرافات بود که خدایا مذهبی اجازه نمیده ما واقعیت رو ببینیم. ببین نمازهای غذا، روزه ها، اینا رو خدا تا کی ما انقدر توی این مدرسه ها لامصب و معلم های دینی به ما میگفتن آی میری تو آتیش جهنم میسوزید، آی فلان اینا، تهش خب همه دکون بود برای مله ها دیگه، که آقا اگرم حالا خانوادتون کسی مرد، نماز غذا و روزه و اینا داشت، پولشو بدید به اون آخوند محل، آخوند محل براتون این کارا رو انجام بده. یعنی همش درآمد، کسب درآمد برای آخوندا بود تهش. ولی ماها وحشت داشتیم از یک خدای بسیار جنایتکاری، وحشت داشتیم که هی ما رو میخواد بندازه تو آتیش، هی تو قیر داغ، با مریضه مگه این خدا. بعد که من این تفکر فاسد رو کنار گذاشتم و مذهب من شد ریاضیات و فیزیک، دقیقاً دیدم و البته این خدای دوست داشتنی، اعتقاد داریم. یعنی این خدای دوست داشتنی دقیقاً با کاری نداره با من. دقیقاً از زندگی میتونی دیگه لذتشو ببری، میتونی با منطق، منطق میگه با مردم خوب باش، با مردم مهربون باش، با تو مهربون باشن، جامعه بهتری خواهید داشت. نیازی نیست تو بیای بترسونی آقا اگر بری فلان کنی میری جهنم، چه احتیاجی به این کار. اینا مال عصر حجر بود. الان وقتی قدرت درک انسان‌ها به درجه ای رسیده که میتونه بفهمه که خوب و بد رفتار کردن توی یک اجتماع چجوری میتونه به سمت خودت برگرده، ما دیگه احتیاجی نداریم ما رو از بهشت به جهنم تخیلی بترسونه کسی. یا برید سینه بزنید برای حسین تمام طول سال، ملاها و مزدورانشون، مداهاشون، بسیجیاشون، تمام طول سال همه جور جنایتی میکنن، آدم میکشن، جوانای مردم رو توی دی 96 آبان 98 میکشن، شبا توی زندان ها شکنجه میکنن، ناخوناشونو میکشن، تجاوز میکنن، میدوزدن، میخورن، همه کاری میکنن که آشورا تا سوا شد برای حسین سینه بزنن بگن همه گناهان طول سال ما رو حسین ببخش، حالا خودت ببخش دیگه، ما بالا یه سال دیگه دوباره بعدش دوباره گناه میکنیم. آخه یه سری چیزاش ما فخر آور دستور دینشونه، یعنی به اسم اون دین دارن این کارا رو میکنن. جهنم که میگم یه دره بود نزدیک اورشلیم، بنی اسرائیل آشغالاشون میریخت اونجا، بوی بد میداد، بهش میگفتن جهنم دره. حالا اونو آوردن قاطی مذهبشون کردن و مور از مور عقرب جهنمشون میسوزونن، اون داستان دیگه ایه. ما الان، یعنی من و خانوادم و اطرافیانم الان به چند چیز بیشتر اعتقاد نداریم. خب به خدای بزرگ اعتقاد داریم، به علوم ریاضی اعتقاد داریم، به قوانین کائنات اعتقاد داریم و به اخلاق. هر چیزی که اخلاق انسانیت تاییدش بکنه، شما تو هر متر و معیاری بذاری کار درستیه. اخلاق میگه دزدی نکن، اخلاق میگه به کسی بدی نکن، اخلاق میگه هوای هم نوع تو داشته باش، اخلاق میگه کسی رو آزار نده. من اینا رو قبول دارم. درود به اون مسلمون چی میخواد بگه یا نگه، درود به چیزی که به اون آخوندات مربوط میشه. و ما هم واقعا اینه که به سمت انسانیت حرکت کنیم. و واقعا ببین سمیرا، میتونستیم، چون من خودم به شخصه اعتقاد دارم اصلا نباید با این اعتقادات مذهبی مردم کاری داشته باشیم، اما چون این فرقه مذهبی، برای جهل مردم که ازش سوء استفاده میشه، چون این فرقه مذهبی خودش رو رسمی اعلام کرده و بر کشور ما حاکم شده، به دلیل اینکه حاکم بر کشور شده، به خودمون اجازه میدیم که بهش حمله بکنیم تا روزی که از صندلی حکومت بیاد پایین دیگه باشه هیچ کاری نداریم. قول میدم دیگه اثنا عشری، چیه اثنا عشری؟ از صندلی قدرت پیاده شد دیگه دین رسمی نبود، درست همونقدر که برای گاو پرستای هندی من احترام قائلم، دقیقا من اومدم میگم همون قدر که احترام قائل خواهم بود به اون گاو پرست احترام میذارم، به بقیه هم احترام میذارم. ولی این که الان به قول شما با این اعتقادات میخوان سوار سر مردم بشن، و میگم دلم به حالت، به حال اون جهالت مردم میسوزه که حالا کافیه مثلا
آخر هر کاری که میکنن یه حکم حلال و حرام بزنن تا یه درصد زیادی از جامعه، درصد زیاد نه، شاید مثلا 10% 20% جامعه که هنوز باور دارن به این مسائل سریع بگن نه دیگه، فلانی گفت حلال، فلانی گفت حرومه، دو تا آیه و حدیث هم دنبالش میارن. اگر این چیزها، این مسائل قاطی مسائل روزمره زندگی نشه، نشه حکمی که برای پدر رومی دادن، نشه حکمی که توی خیابون به زور میخوان روسری سرت کنن، میخوان نمیدونم لباستو تعیین بکنن، این احکام نشه، خب واسه من چه فرقی میکنه که اون آدم توی ذهن خودش، توی دنیای خودش به چی اعتقاد داره یا به چی اعتقاد نداره؟ مسئله من اینه که چرا قاطی سیاست شده. درود بهت سمیرای عزیز. همسرت هم میتونه صحبت کنه؟ بله بله. درود، خوبی؟ چی صدات کنم؟ یه اسم مستعار بگو صدات کنم. من بهنامم. بهنام. تبریک میگم بهتون که یعنی فرزندانی که توی یک همچین خانواده بیان مطمئنن بسیار خوشبختتر خواهند بود از چیزی که نسلهای قبل بودن، برای اینکه شماها خیلی دیدتون روشنه و مطمئنن مسیر رو برای یک دید روشن داشتن نسل آینده هم هموار خواهید کرد. واقعا میخوام به جفتتون تبریک بگم. پیام کنم بگو میشنبیم. والا منم از اولم حالا اون ترس رو تو وجودم داشتم، میگفتن که اگر نمیدونم دین نداشته باشی، اگر حسین دوست نداشته باشی، اگر ابوالفضل رو دوست نداشته باشی، تو کارت گره میفته، فلان میشه، بیزار میشه. یه مدتم نمازم میخوندم، ولی بعدش متوجه شدم که سرمونو با اینجور چیزا شیره میمالیدن و فقط بابت این قضیه ازمون میچاپیدن. و این رو دارم همین جوری هی به پدرم و مادرم میگم. اونام بنده خدا نمیگن آره، نمیگن نه. اولش مادرم میگفت کفر نگو، نمیدونم فلان نگو. گفتم او اصلا کلن چیزیه که از قدیم الایام کردن تو ذهن ما. آقا مگه این مملکت امام حسین نیست؟ مگه 41 سال مملکت امام حسین حاکم نیست؟ بله. چرا این چه گشایشی در کار 90 میلیون ایرانی الان ایجاد شده با این 41 سال حکومت؟ جز بدبختی هیچی. جسارتن یه چیزی بگم آقای فخرآور، تو این 41 سال گشایشی که ایجاد شد تو جیب اختلاسگرا بود، واسه ما نبود. والا اونایی که داده خودشون اصلا اعتقاد ندارن و میدونن دارن مسخره میکنن، آخونده وقتی خودشون دور هم دیگه میشینن، دیدین که حتما خاتمی و ماتمی دور هم میشینن، فاطمه زهرا رو مسخره میکنن، جوک میگن درباره اش، علی و حسن و حسین و اینا همه رو مسخره میکنن جلو مردم که میشینن. آقا اگه اماما خوب بودن خود... به هر صورت مرسی، مرسی بچه ها از حضورتون و جفتتون دایرکت پیام بفرستید حتما، برای اینکه به اندیشه های خوبی مثل شماها احتیاج هست تو کنگره ملی. سلامت بشین، سلامت بشین، لطف دارید. من البته پیام قبلا فرستاده بودم برای با همین آیدی، امیدوارم این آیدی آیدی جعلیتون باشه دیگه. بله جعلیه دیگه. حالا آره. با این آیدیا بفرستین چیز بکنید. من یه چیزم حالا اینم گفتم، کسایی که میان کامنت میذارن مثلا یا میان تو لایوهای من بالا، بعد یه عده بسیجی مسیجی مفخور اینجا نشستن که بعدش میرن شروع میکنن برای این مردم، یعنی اونا بسیجی هم پای کامپیوتراشون نشستن، دیدی من هر از گاهی میارمشون بالا، همه تو بیرجمعهاشون نشستن، دماغا آویزون روی ریشا و سیبیلاشون ریخته، حالا دماغاشون رومون نمیشه بگیم پاک کنین، بعد نشستن اونجا و مطمئنم که حالا و تو این شرایط هی میشینن تهدید میکنن کسایی که مثلا فالوورای ما هستن، همون میان سریع تا یه کامنت میبینن علیه سید علی و علیه رژیم و اینا، سریع تهدید، شما تحت نظر هستی، آخه بسیجی دماغو، تو اگه میتونستی تحت نظر بگیری دماغ رو تحت نظر میگرفتی، کفر من بالا نیار. نه خدا که کوشه آیفون هیچ کاری نمیتونم بکنم. به هر صورت موفق باشین و به یزدان پاک میسپارم تون حتما. آره آره، پیشنهاد من فکر کنید اسم کدلت رو عوض کنید دیگه، دیگه اون دیره دیگه، حالا برای بعدی ها، قضاهای بعدی. پاینده ایران بدرود. سلامت باشید پاینده ایران. بچه خودتون قطع کنید، اینجا هنوز من مشکل اینا دارم که نمیدونم چه جوری قطعش کنم. خب چه خانواده خوبی بودن و آفرین.
چی میگن همه می‌نویسن میگن محزون بیار. محزون کی بود؟ یکی بود اومده بود یه بار، نه؟ کی بود؟ حالا چون یکی آوردم از اون بار بذار ببینم اگه بسی بس بسیجی مسیجی یه بار ببینم حرف حسابشون چیه. خب آقای فخرآور پارت دوم رو استارت بکنیم. یعنی توقع داشتی الان موقعی که دارم لایوتو میبینم با لباس رسمی نشسته باشم؟ لباس رسمی نمیخواد لاقل، چون همجور که مشغولین بقیه رو تهدید میکنین و کامنت میزنین و من شنیدم که خیلی مشغولین. آره الان میام، الان میام توی تصویر تا ببینیم که کی خوشتیپ‌تر هست و آراسته تر هست. باشه باشه آراسته، ما ادعای خوشتیپی نداریم که، ما دیگه کتک خورده، ما کتک خورده روزگاریم، شما ها هم حالا روش چپرچلاغن و فلان و اینا. خب دماغو. آره والا آقای فخرآور پارت قبلی رو نفتیم دیگه، پارت اول. من الان تا قیافت رو نبینم خودش یادم نمیاد کی بودی، کدوم یکی از این بسیجی مسیجی ها بودی. الان میبینی سلام خدمت همه دوستان بزرگوار. سلام علیکم آقای آخوند بسیجی، خوبی؟ شبتون بخیر دوستان عزیز و بزرگوار. شنیدم که جمعکران جمع شده بودیم با چند تا از رفقاتون با همدیگه داشتین نقشه میکشیدین که چجوری دست جمعی هجوم بیارین شاید حریف شمشیر سیاوش بشین. آره شما فکر کنید من واقعا شما رو با شمشیر میزنم؟ اون چیزی که میبینید من میزنم آره؟ اون غلاف شمشیر سیاوشه که من با گوشش اینجوری میزنم هر از دایت سر صورت میگم با فیک میای لایوام. درسته برای اون میگیرم میفرستم، فکر کنم خیلی من الان بیکارم بشینم بیام تو لایو شما. خدا خب ببینم چه خبره. خب خوبی شما؟ سیاه پوشیدی، امام حسین مرده؟ یه لحظه اجازه بده. گفتش که به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد. این شما که الان یله و رها بودن رو انتخاب کردید این افتخار نیستش. این که میگید الان دیگه ما آزاد شدیم، از چی آزادیم؟ از چی گرفتار بودیم؟ ما همون موقع هم نه مذهبی بودید، نه مذهب رو میشناختید، نه اهداف دین رو میدونستید، نه به اهداف دین رو بگو رسیده بودین. اهداف دین دزدیه و کشتن مردمه. اجازه بده من بحث سیاسی این دفعه باهات نمیخوام بکنم، بحث سیاسی اون دفعه کردیم، این دفعه بحث ایدئولوژیک. بحث مگه میشه، مگه میشه در کشوری که دیانتش عین سیاستشه بحث دینی و ایدئولوژیک بکنی سیاسی نباشه؟ مگه مدرس نمیگفت دیانت ما عین سیاست ماست؟ ببین اون پولای 10 تومانی یادته؟ پول 10 تومانی زده بودن عکس مصد مدرس انداخته بودن روش نمیشد زیرش بزرگ نمیشته بودن دیانت ما سیاست ماست. با 10 تومان الان چی میشه خرید تو ایران؟ من نمیدونم چرا صدای شما بریده بریده میاد رو نمیدونم، ولی کن نت منم خوب هستش. نت شما خوبه؟ والا نت ما احتمالا خرابه، شما نتتون در نت خوبی براتون ولایت ساخته. خب دوستان صدای من خوب میشنوین؟ صدای شما رو من بریده بریده دارم. من صدای شما رو میشنوم. یعنی شما صدای من رو خوب خوبی میشه. خب من صدای شما رو خیلی خوب میشنوم. بله عرض کنم که اون دفعه با هم بحث سیاسی کردیم، هم در مورد تحریم هم آبان ماه و یک کلیپ خیلی جذابی هم اومد ازش بیرون که شما در مورد صهیونیستا صحبت کرده بودین. همون کلیپی که مایلی کوهن هم روش اثر گذاشته بود، اتفاقا رفت مایلی کوهن هم تو تلویزیون نشست همون حرفا رو زد و گفت آقا ما مرضمون چیه با اسرائیل درگیریم، اگه سازمان ملل رأی داده به ما چه. همون اتفاقا همون پاسخ به مایلی کوهن هم صدق میکردش و یه سوسماز خندداری قبل از محرم ازش بیرون اومد. لذا امشب هم من اومدم شما من رو مفتضح بکنی. شما گفتی ترسو هستی. بسیجی ها یه چیزی بهت بگم، شما بسیجی های مخصوصا آخوند بسیجی ها انقدر بیشرمین،
جوانای مردم توهین نکن دیگه، وقاحت خودتو بیشتر نشون نده. اومدی گفتگوی مفید کنی، اومدی گفتگوی مفید رو میکشین، بعد توجیه میکنین خونی رو که ریختین، بعد میرین تازه ویدیوی سوسماز هم میسازین. اومدیم گفتگوی مفید با هم دیگه بکنیم آقای فخرآور. ببین من تا قبل از آبان 98 شاید گفتگوی مفید میکردم با بسیجی جماعت. پس چرا الان حلم مبارز میطلبی؟ ببین برای این که میخوام چهره واقعی کثیف و پلید خب دیگه عقلانی و با استدلال، عقلانی و با استدلال پوچ بودن تفکرات من رو ثابت کن. دین و دولت توی ایران ما شدین 14 هست، مردم ببینن چه خونریزان بیشرمی هستین. آقا شما عقلانی با منطق، مگه نمیگی دینم ریاضیاته؟ با منطق، با منطق، آره با منطق مفتزه کن منو، پوچی ثابت کن، ولی از بالا حلم مبارز نطلب. وقتی میام بالا بخوای بزنی به عرض کنم جاده خاکی و به جاده خاکی و صحرای کربلا هم اصطلاح کربلا، یا بهتره بگیم به جنگل کربلا، اونجا چطوره؟ حالا یه دقیقه اجازه بده، شما الان گفتی که قبل از این شما مذهبی بودید خب، و الان دیگه خیلی شاد شادمان هستید از اینکه مذهبی نیستید و دین رو شما دیگه انتخاب کردید و گفتید دینتون ریاضیات هستش، درسته؟ میشه دین رو برای من تعریف کنی تا ریاضیات رو هم تعریف کنیم ببینیم این دو بینشون چه نسبتی وجود داره؟ ببین من به شخصه به خدای واحد اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که یک ذهن برتر نویسنده تمام فرمول های هستی. میدونم برای شما بسیجش هم سنگینه درک این چیزایی که دارم میگم، ولی یادم اولین باری که جرقه این داستان به ذهن من خورد، از زندان انفرادی ارومیه اومده بودم بیرون، رسیدم به ما تهران زندگی میکردیم اون موقع، ولی خانواده رفته بود، ما شیراز بودیم البته، خونه تهران داشتیم، دست مستاجر بود، بعد خانواده رفته بودن تابستون بود، رفته بودن معمولا تابستونا رو میرفتیم توی این دهکده جنگلی اجدادیمون و خانواده اونجا بودن توی سوادکوه مازندران. الان یه خاطره من... مثل خاطره اون دفعه داری تعریف کنی که رئیس سیا بهتون گفته بود صهیونیست، یعنی چی دیگه؟ خیلی خیلی عجیب بود براتون که من اینقدر صمیمی ام با رئیس سیا، عکسارم ندیدین. نه سوژه خوبی شد، اون سوژه خوبی شد، این یکی هم بگی ببینیم چی ازش در میاد. شما بسیجی ها نه که همه عمرتون فقط با یه ده شپشوی عین خودتون توی مداها و اینا تهش. حالا شما اینم خاطره رو بگو تا یه دونه دیگه ببینیم چی ازش در میاد. خاطرتونو بگید. سنگینه که مثلا یه کسی با رئیس CIA اینقدر رابطه خوب و نزدیکی داشته باشه. این نه برامون سنگین، برامون سنگین اینه که یه کسی، برامون سنگین اینه که یه کسی بگه چون صهیونیست ها در سازمان ملل عرض کنم به رسمیت شناخته شدن، پس همه سازمان ملل میشن صهیونیست. این سنگینه برامون، یعنی مغالطه شما این بود. اجازه بده تو... نه نه نه، تو چون گوش نمی کنی نفهمیدی اصلا حرف رو. الان باز دوباره بگو پس، بعدش برو سراغ خاطره. مفهوم کلمه صهیونیست چی بود؟ شما گفتی که هر کس بپذیره که صهیونیست ها کشور اسرائیل رو داشته باشن صهیونیسته. دیگه میگم نفهمیدی دیگه. هر کس بپذیره. الان بگو چیه؟ هر کس بپذیره که یهودی ها حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن صهیونیسته. پس بعدش گفتی پس همه سازمان ملل صهیونیستن. یهودی ها کشور خودشون رو داشته باشن. آیا مسلمون ها کشورهای خودشون رو دارن یا نه؟ آیا دارن یا نه؟ جواب آره یا نه؟ آیا کشور خودشون یعنی چی؟ یعنی کشوری عربستان... که با قصد به دست آوردن؟ نه. آیا عربستان کشور مسلمون هاست یا نه؟ با قصد به دست نیوردن. آقا حرف من اول گوش کن، اینا اول جواب بده، من به قسمت بهش فعلا نرسیدم. آیا عربستان کشور مسلمون هاست؟ الان رفتی تو وادی فلسطین و اسرائیل که ما بهش پرداختیم. چرا جواب منو با آره یا نه نمیدی؟ برات سخته؟ خب آره، بله بله بفرمایید. آیا قطر کشور مسلمون هاست؟ بله. آیا امارات کشور مسلمون هاست؟ بله. آیا پاکستان کشور مسلمون هاست؟ بله. آیا بحرین کشور مسلمون هاست؟ آیا ایران کشور مسلمون هست یا نه؟ ایران
کشور شیعیان هست. قبول داری؟ قبول داری؟ یه سوسماس دیگه. پس اگر ایران هم کشور مسلمان‌ها هست، شما خیلی غلط می‌کنی به دین اکثریت این ملت هجمه می‌کنی. ببین اگه بخوای آروارهاتو باز کنی، کسافت. بابا شما تو این جدی اول سعودی بی شرف و فلان. احترام نگهدار. خب احترام جایی که نشسته. باشه بگو باشه. خب وقتی مسلمان‌ها کشورهای خودشون رو دارن، مریضید نمی‌خوای یهودی‌ها یه دونه کشور خودشون رو داشته باشن؟ کشورشون کجاست؟ اسرائیل. کشوری به نام اسرائیل از کی تأسیس شد؟ در قرآن شما سوره بقره کجاش کشور اسرائیل رو گفته؟ درباره کدوم قوم داره صحبت میکنه؟ درباره قوم اسلام هم صحبت میکنه. قوم بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. این دلیل میشه که الان کشوری تو اینجا باشه به نام اسرائیل؟ کجا زندگی میکنن؟ معبد سلیمان کجا بوده؟ زندگی کردن به معنای این هستش که افرادی که سند مالکیت دارن رو برن تجاوز بکنن به حریم سند مالکیت و بگیرن و قصد بکنن. سند مالکیت کدوم کشور رو دارن؟ به شماها یه دوری فلسطینی گفتن. فلسطینی ها. فلسطین مگه کشوری بوده به اسم فلسطین هیچ وقت؟ آها، یعنی باید همون زمان اون اسمو باید همونها همون زمان اونجا ساکن می رفتن، کشور یکی دیگر قصد کردن. من دارم میگم مثلا کشوری به اسم فلسطین وجود نداشته. سرزمین از چه زمانی وجود نداشته؟ آقا سرزمین اسرائیل سرزمین قوم بنی اسرائیله. این قوم ببین این منطقه که الان فلسطینی ها ساکن هستن کشور فلسطین بوده یا نه؟ کشور فلسطین نبوده، سرزمینی بوده اسم این سرزمین، این دشت اسمش فلسطین بوده. فلسطین نبوده ولی اسرائیل بوده. یعنی قبل از اون که بیان کشور نمیذاری صحبت کنیم دیگه، نمیذاری صحبت کنیم. یهودیان بنی اسرائیل اونجا زندگی کردند و میکردند، هم عرب ها زندگی میکردند، هم مسلمان ها بعدها اومدن، هم مسیحی ها، همه توی اون سرزمین زندگی میکردن. از همه قدیمی تر فکر میکنم دین یهود قدیمی تر از دین مسیح و مسیحیت و اسلام باشه. یهودی ها تو اون سرزمین زندگی میکردند. یه چیزی بگید بگنجا خلام از سبا. خب الان جواب بدم، سلیمان کجاست؟ سلیمان پیامبر کدوم دینه؟ شما ها با چی دارید می جنگید؟ یه منطقی رو بگید بسید که از بیخوبان منطقتون دروغه. حالا بدم. جواب بدم. ولی چون کلمه صهیونیست رو نفهمیدین برای خودتون سوسماس درست میکنین. خب کلمه صهیونیست، دوباره میگم، آروم میگم، من بعضی از شاگردام سر کلاس یه مقدار کنزهترن، دیر میگیرن. الان سه دقیقه صحبت میکنیم تا بعد برسیم به بحث ایدئولوژی. تو متوجه بشی صهیونیست یعنی یهودی ها حق دارن الان میام خدمت کشور خودشون رو داشته باشن، همون جوری که مسیحی ها کشور خودشون رو، کشورهای خودشون رو دارن، مسلمان ها کشورهای خودشون رو دارن. آقا یهودی ها گفتن ما یه دونه کشور کوچولو برای خودمون داشته باشیم تو سرزمین اجدادیمون. حالا همه اینا به آخوند شیعه اثناعشری چه ربطی داره؟ مگر اینکه آخوند شیعه اثناعشری مزدور شوروی ها باشه و چون شوروی ها با اسرائیل مشکل دارن، آخوندها رو انداختن جلو که مشکلشون با اسرائیل رو شوروی ها، روس ها از طریق آخوندها دارن دنبال میکنن. اگه نمیدونی اینو بدون. اون موقعی که یوری آندروپوف رئیس کاگبه در آغاز دهه 70 میلادی برگشته بود به جنرال ایان میهای پاچیپای، توی این کتاب، توی کتاب دیس اینفورمیشن، جنرال پاچیپای رئیس سیکرت سرویس رومانی داره توضیح میده که رئیس کاگبه بهش برگشت گفت، یوری آندروپوف به جنرال پاچیپای گفت ما خیلی احمق بودیم که مستقیم به جنگ آمریکا و غرب رفتیم، ما روس‌ها، ما امپراتوری شرق کمونیستی، احمق بودیم که مستقیما به جنگ آمریکا و غرب رفتیم. ما یک ارتشی داریم که 1 میلیارد عضو داره. این ارتش 1 میلیارد نفره رو که در ذات خودش با یهودی ها درگیرن، ما میتونستیم اینا رو بفرستیم برن درگیر بشن با اسرائیل که نماینده آمریکا و غرب توی منطقه است، برن. ما خودمون مستقیم نخواهیم طرف بشیم با اونها. و جنرال پاچیپای سوال میکنه ارتش 1 میلیارد نفره منظورت کیه؟ یوری آندروپوف رئیس کاگبه میگه مسلمانان. روسها از دنیای اسلام استفاده کردن برای اینکه حسابای خودشونو تسویه بکنن با آمریکا و غرب، و ملاها
نوکران با جیر مواجب مثل خامنه ای و بی جیر مواجب مثل خیلی دیگه از مله ها هستن، نوکرای بی جیر مواجب و با جیر مواجب روس ها هستند در نبرد با آمریکا و غرب توی دوران جنگ سرد. یک روزی شاید 200 سال بعد این حرفای منو بفهمین، الان براتون در حد سوسماسه. برای اینکه ما چه نمیتونیم صحبت کنیم، شما یه تک برو خودت، دیگه های خاص رو نداره. من حرفمو زدم، حالا تو ببینم چی میخوای بگی. بگو ببینم. بله، از مزدوری فقط همین بس، از خیانت به ملت فقط همین بس که یک کسی بره طرفداری یک نظامی رو بکنه، یک فرقه ای رو بکنه که برای ملت آریایی خودش با وجود ادعایی که میکنه خودش رو آریایی میدونه، پهلوی میدونه، هخامنشی میدونه و اینجور چیزها، بره از صهیونیست هایی حمایت بکنه که جشن پوریمی رو گرفتن که اون افتضاح بوده، خیانت بوده، جنایت در حق ایرانیان باستان بوده. پرانتز و نقطه بذاریم، پرانتز رو ببندیم، نقطه رو بذاریم اینجا، بریم به سراغ بحث خودمون. قبل از نقطه رو بذاری بهت یادآوری بکنم فقط که تمام این سرزمین جزء پرژن امپایر بوده، امپراتوری بزرگ ایران بوده. اگر حرف از امپراتوری ایران و آریایی ها داری میزنی، همه اینها که توی امپراتوری ایران بودن آریایی هستن. این کسایی که تو به اسم صهیونیستا روسا امروز انداختن شما رو به جون اونا، اونا خودشون بخشی از همین آریایی های ایران بزرگ هستن. شما دارید الان تمام چیزی که توی خاورمیانه میبینی همش ایران بزرگ ما مگه نبوده؟ همش مگه امپراتوری ایران نبوده؟ یعنی به خواست روس ها شما ها دارید الان جواب منه این موضوع عوض کردی که من با جشن پوریمو گفتم، من جشن پوریمو گفتم شما حمایت کن از صهیونیستا. اینو بگذاریم. پس شما آیا شنیدی که درجه عزت و احترامی که یهودی ها برای پادشاهان ایرانی قائل هستن چیزی سالا درباره تو تاریخ شنیدی؟ آیا یهودی ها خودشون رو چقدر وامدار پادشاهان ایران بزرگ میدونن برای اینکه آره تا جایی که هر ساله یک روز جشن پوریمی میگیرن که شاد باشه کشتار ایرانیان باستانی باشه و بالگرد و وقتی میخواست فتح و پیروزیشون برای کشتار ایرانیان باستان پرزیدنت ترامپ بزنن، عکس کوروش رو در کنار پرزیدنت ترامپ میزنن توی سکه توی تمام خیابونای تل آویو. هیچ وقت چون نرفتین اسرائیل، درجه احترام اونها برای کوروش بزرگ، شما مسلمونا که به گند کشیدین تاریخ ایران رو، تاریخ ایران رو سوزوندین و تاریخ نمیدونم کجای صحراهای سوسمارخور رو بر ما حاکم کردین. الان زمان من مگه نبود صحبت بکنم؟ ولی اگر شما مسلمون ها به تاریخ ایران اعتقاد داشتین، ما الان مبدأ تاریخمون نباید روی 1399 نشسته بودیم، ما 2500 اندی باید می بودیم، چون توی جاهای دیگه دنیا خیلی بیشتر برای پادشاهی ایران و تاریخ ایران احترام قائلن تا ملاهای خارجی که اومدن به ایران حمله کردن. الان باز شما زمان شما شد و با تجاوز سعی کردن ایران ما رو مثلا مسلمون بکنن. ببند اون نقطه تو بذار تای پرانتزت، برو ببینم بحث بعدی چیه. بحث سیمیستو فقط همینقدر بگم که آقای فخرآور میگن که الان کشور اسرائیل رو داریم به خاطر اینکه اومدن اونجا زندگی میکنن، ولی کشور فلسطین رو که قبل از اینها بوده رو میگه نداریم. میگم چرا اجازه بده حرفم تموم شه حرفمو بزنم. شما میگی فلسطین رو نداریم، نداشتیم، یعنی قبل از این اسرائیلی که الان اومده اظهار کشور بودن میکنه، میگی اون فلسطین کشور نبوده. خب من میگم اگه قرار بود اون کشور نباشه، اگه قرار بود اون کشور نباشه، خب اینم باید کشور نباشه دیگه. بعد شما میری سراغ صدر قبل از اسلام، میگی یه زمانی توی اون قوم یه عده بنی اسرائیل زندگی میکردن، این میشه دلیل برای اینکه بیان الان یه کشور ایجاد بکنن و کشور قبلی رو غصب بکنن، سند داشتن اونها و بگن که نه ما همینطوری هم گسترش بدن این غصب خودشون رو. دوستان اگه برن نقشه اسرائیل رو ببینن، میبینن که تو این سالهای اخیر داره هی پیشروی میکنه، یعنی تا جایی که دیگه اصلا چیزی باقی نمونه از اصل. اگر کرم که داری میگی، ولی حتی اگر بگیم اصلا اسرائیل داره پیشروی میکنه، میشه به من بگی به تو چه، به خامنه ای چه، به قاسم کتلت چه؟
به شما چه که اومدی از سیونیستا دفاع میکنی؟ من طرفدار مظلوم های عالمم. طرفدار مظلوم هایین توی همون کشور مظلوم کم دارین؟ هر کدوم سر جای خودش. هر کدوم سر جای خودش. میتونی به من بگی چرا خامنه ای از اون پول هایی که از محل درآمد نفتی مردم ایران داره میدزده؟ آها راستی شما یه مطلب گفته بودی 200 میلیارد آقای خامنه ای در مورد این صحبت بکنی. میشه هلی. ازت بپرسم طبق گفته اسدالله علم خروجی که شاه از ایران خارج کرد همون کسی نیست که رژیم براش هی کتاب خاطرات چاپ میکنه چپ و راست؟ حالا همون کسیه که وزیر امور خارجه دربار بود، داماد شاه بود و بسیار متنفذ بود در اون زمان. خاطراتشو رژیم چاپ میکنه؟ رژیم ملاهای راستگو؟ آقای فخرآور میشه بگی که میزان دلاری که بذار راجب سوسمازتون یه چیزی بهت بگم. ما با هم دیگه چون اینا نمیخوام بحث آقاتی شه. موافقی سوسمازو بذارم؟ نه خودت بر خودت بذارش کن. من کلمات فخرآور و جیمز وولسی رئیس سابق CIA رو با هم دیگه روی گوگل سرچ میکنم و اینتر رو میزنم، بعد ایمیج ببینیم چه چیزایی به ما میده. این آدم رو میشناسی؟ نه من هیچ کدوم از اینها رو نمیشناسم. آقایی که دست چپ تصویره، نمیدونم سمت تو چپ میشه یا راست میشه، سمت من چپه، این آقا رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. منم نمیشناسی یعنی اونجا؟ اون که بله شمایی، این یکی رو میگم نمیشناسم. اون منم این یکی آقای جیمز وولسی رئیس CIA در همون روزی که من درباره اون قضیه دارم برات صحبت میکنم اون وسط هم خانم ساغر مگه من گفتم شما دروغ میگی؟ من استدلال شما با اونو کلن کوبیدم تو دیوار. این یکی کیه؟ این آقای فخرآور در کنار همون آقای جیمز وولسی استاده، این مال سال گذشته است توی همین پالم بیچ فلوریدا. این یکی آقای فخرآورتونه و جیمز وولسی سال چه سالی فکر میکنم سال 2007-2008 باشه که توی سخنرانی حالا کاپاش برای شما، ما که نگفتیم دروغ میگی. چه یکی بذار ببینم، اینم که برنامه‌ای که با هم دیگه حضور داشتیم و بگردید، یعنی انواع و اقسام برنامه‌های مختلف رو پیدا خواهید کرد که برای میدونم میگم برای شما بسیجی‌ها سنگینه که ببینید یک سری آدم‌های اینقدر موفق میشن که اون چیزی که شما تو رویاهای خودتون هم نمیتونید. به شما ته رویاتون اینه که مثلا حدادیان وقتی داره ار میکنه برای آی زینب زدن فلان کرده سر حسین قرآن داشت نیزه میخوند از این خود اولا ببین حدادیان بوی گند دهنش ببین جیم بولوسی و پولوسی و همه اینا که سهلن. ترامپشو مگه افتخار بهش نمی کنی؟ چرک کف پای یه آدم مؤمن خدا من نمیدونمش. ما افتخار و رویامون اجازه بده، ما رویامون داشتن خدا هستش، فهمیدی؟ کسی که صاحب کل خزائن عالم هستش. تو نمیخواد برای تو اگه این چیزا موفقیته، برای ما پشیزی نمیاد. آبان 98 هزاران جوان رو قتل عام کنید که اینو جواب دادیم. دوستان رجوع کنن به اون پستت. اینو که میرسی جواب دادی. خب ببینم شما به اون پستت رجوع کنن. خودت پست گذاشتی، من صحبت کردم، شما صحبت کردی. شماها همه افتخارتون اینه، مثل خیابانی این دستمالکش صدا و سیمای رژیم که مثلا گزارش ورزشی میگه، خیابانی بود دیگه اگه اشتباه نکنم، نشسته بود یه جایی، حدادیان بود، نمیدونم کدوم یکی از این مداها بود، اومده بود نشسته بود توی تلویزیون و خلط داشت گلوش که خیابانی میگفت وای خلط تو بخورم. در این حد یعنی تمام رؤیای بسیجی ها به اینه که خلط امثال حدادیان عربدکش برای افسانه آشورا و تاتار. حالا من که گفتم رویامون چی هستش دیگه، من رویام اینه، من کان لله کان الله له. حالا درباره الله گفت آقا، سه دقیقه صحبت بکنیم آقای فخرآور. به من بگو الان عزادار امام حسینتون این، درسته؟ من میخوام اینو به شما بگم، این که میگی دین من ریاضیاته، میشه بگی یعنی چی؟ برای توضیح میدم، ولی تو به من بگو الان عزادار امام حسینتی؟ حالا این دیگه از آیین‌های مذهبی خود ما هستش دیگه. خودتون سیاه برای همین پوشیدی دیگه. بله. حسین برای چی قیام کرد؟ دنبال چی بود؟ میشه موضوع تعیین بکنی؟ سه دقیقه شما، سه دقیقه من صحبت کنم، پله پله هی بخوای سوال جواب بری جلو. خیلی سوال
سوال روشنیه، خیلی هم واضحه. حسین دنباله. خب من میدونم تو میخوای اول آخرش چی بگی. یه کلیپ روزنه زده گفته مبارزه با ظلم اگه الان امام حسینشون در ایران بود به جرم اقدام علیه امنیت ملی. خب من تا تهشون میدونم تو میخوای چی کار بکنی. میگم یه طوری بحث بکنی، اینقدر سطحی بحث نکن آقای، تقلید نکن از اینو. ببین آقای فخرآور، همون قضیه درختو توی کربلا رو هم شبکه‌های سنی اومدن بیان کردن، شما ازشون تقلید کردی، الان هم از یه کلیپ داری تقلید میکنی. حرف عقلی مفید از خودت بزن، مگه صاحب فکر نیستی شما؟ کی صدات کنم بگو؟ این محزون صدام کنی. محزون این بحثای من سال 1379 توی زندان ابین همین بحثا رو من با زندانی هایی که توی زندان اوین بودن داشتم، همین بحثایی که الان دارم با تو میکنم، انقدر شهامت داشتم. سال 2006 1385 وقتی من از کشور خارج شدم توی کنسولگری آمریکا توی دبی، همین بحثا رو من اونجا داشتم که سرکنسول بحثا رو توی گزارش مینویسه و بعدن ویکیلیکس تو اسناد خودش میده بیرون. این بحثا رو من نشستم کسی برای من تو شبکه ها بگه، اتفاقا این بحثا رو از توی دل قرآن توی کنج سلول انفرادی کشیدم. حسن همون قرآن که میگفتی یا که نبود و یا که نبود و یا که نستعین شرک هر شیعیان مشرکن. بله بله بله. خب میشه بگی باز استدلال تو به چه دلیل؟ چون اینو بردی، من بردی به اونجا، یه سوالی پرسید در ریاضیات بده هر دوتاشو برات به هم وصلش بکنم. اتفاقا اولین باری که فرصت کردم، من سالها از بچگی توی مدرسه، خب همیشه ما مجبور بودیم به خوندن قرآن و حفظ کردن و پنج جزء قرآن و پنج جزء آخر قرآن رو من حفظ بودم و همه این کارا رو میکردیم و هی امتیاز بدن به ما، ستاره بدن، هی سفر زیارتی ببرن، ما نمیدونم مدیر مدرسه‌مون باشیم، مدیر بچه‌هایی که دارن میرن برای این سفر زیارتی، نمیدونم مشهد و از این حرفا. و تا رسیدم به سلول انفرادی توی ارومیه، برای اولین بار نشستم قرآنو، همیشه من قرآنو به عربی حفظ میکردم، اونجا نشستم همینجوری که داشتم میخوندم دیدم بعضی از کلمه های عربی با ترجمه فارسی جور در نمیاد، اون چیزی که زیرش دارم میبینم نمیخونه به هم. نشستم برای اولین بار قرآن رو از اول تا آخر ترجمه کردم، به فارسی خوندم ترجمه و دنبال خیلی چیزا میگشتم. جرقشم بهت بگم از کجا زد بدونی، چون ما اون موقع خودمون بچه مذهبی های اون موقع بودیم توی کنج. نه اون موقع هم نبودی. باشه تو بگو. تو کنج سلول ظاهرت بوده. تو کنج سلول انفرادی نشسته بودم، قرآن رو بغل کرده بودم، به دیوار نگاه میکردم، 19 سال 20 سالم بود. بعد یادم سرم اینجوری روی قرآن گذاشته بودم، یه لحظه سرم رو برداشتم دیدم روی دیوار نوشته یا حسین، یا زهرا، یا علی، یا تقی، یا نقی، یا حسن، یا فلان، یا فلان. یه لحظه یه چیزی خورد تو ذهنم، بعد پیش خودم گفتم یا الله کو تو همه اینا. وقتی توی ترجمه قرآن داشتم میخوندم تو همون سوره اول که خدایا فقط تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو، فقط و فقط تو را میپرستم و فقط از تو یاری میجویم. بعد خب من درسم هم خوب بود، مثل بسیجی ها نبودم که، پیش خودم گفتم خب یا علی حسب به قرینه معنوی، یا علی به تنهایی که معنی نمیده، یا علی حسب به قرینه معنویش میشه یا علی مدد، ای علی کمکم کن، درسته؟ یا علی که میگن بقیهش حسب به قرینه معنویه. گفتم خب دارن زندانی هایی که اومدن توی این سلول مسلمونن، دارن زمانم لحاظ بکن که به منم زمان بدی، دارن مینویسن یا علی کمک کن، یا حسین کمک کن، یا زهرا کمک کن، یا مسلم ابن عقیل تو کمک کن، یا عباس تو کمک کن،
یا فلان تو کمک کن، نقی، تقی، جعفر، صادق، اون یکی بگیر، ببند، جواد، همه کمک کنین، یا رضا کمک کن. تنها کسی که همون قرآن میگه فقط و فقط بعد از اون کمک بخواید نیست، الله خداوند مسلمانان نیست. بعد برام جالب شد که تو تمام قرآن دنبال ائمه بگردم، هیچ جایی پیداشون نکردم که هیچ اشاره‌ای بخواد بشه که دارن میآیند، قرار است بیایند، ادامه پیدا میکند. اتفاقا تنها چیزی که دیدم این بود که میگفت محمد تو اومدی علیه قومگرایی و قبیلگرایی و خونگرایی قیام بکنی. آدمها نه به واسطه این که پسر کی هستند، پدرشون کیه، خونشون از کجا میاد، نژادشون چیه، به این واسطه به خداوند نزدیک نمیشن. آدمها به واسطه تقواشون، اعمال صالحی که انجام میدن، به خداوند نزدیک میشن. بعد اینا رو من هی تو قرآن میخوندم، بعد میدیدم ای خدایا علی پسرموی پیامبره، با دختر پیامبر ازدواج میکنه، بعد پسراش، بعد خب بعد از خودش میشن امام، بعد پسر پسراش میشن امام، بعد پسر پسر پسراش میشن امام، همه هم پسر نوه پسر نوه پسر نوه، تا 12 نسل بیاد جلو، همه از یک خون، از یک نژاد. این که اصلا فلسفه شیعه 12 امامی داره قرآن رو نقض میکنه. غیر از این که شرکه و خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم ای خداوند و تنها از تو یاری میجوییم. ما از تمام ائمه اطهار و قاذوراتشون، از ائمه میزنیم بیرون، میریم تو خاراشون و مادراشون و عباس و زینب و تقی و ام کلثوم و این مسلم ابن عقیل و از همه کمک میخوان. یعنی شرک رو شیعه اثناعشری به عالی ترین حد ممکن رسوند. و اون وقت من اینا رو توی خلوت سلول انفرادی با کتاب قرآن بهش رسیدم. و بعد از اون سلول انفرادی اومدم، بعد از چند ماه شکنجه اومدم بیرون. سلول انفرادی که افرادی که به اسم دین به اون کشور حاکم شده بودن، منی رو که بچه مسلمون بودم از توی حیات دانشگاه با چشمند و دستبند ورداشتن بردن زیر شکنجه نگه داشتن، گفتن تو اسلام آمریکایی ترویج میکنی که میگی دین از سیاست جداست، و این همه بلا و مصیبت سر من آوردن. از زندان اومدم بیرون، رسیدم به مازندران، رسیدم به شیرگاه، از ماشین پیاده شدم. معمولا از شیرگاه تا اون دهکده جنگلی ما حدود 30 کیلومتر پیاده روی در دل جنگ، 30 کیلومتر ماشین رو تو دل جنگله. نمیخواستم دیگه توی ماشین حتی بشینم، گفتم الان که فرصت هست من میخوام پیاده برم. تمام این مسیر شیرگاه رو تا برسم به اون منطقه بسیار زیبای جنگلی پیاده رفتم، فقط نفس میکشیدم. یک روز کامل طول کشید، نفس میکشیدم، به سنگ و درخت و کوه و رودخونه و به همه صداهای زیبا گوش میکردم. زیبایی های این گوشه های صخره ها رو بهش نگاه میکردم که چقدر خوب با فیزیک اون کسی که فرمول ها رو نوشته این صخره ها روی همدیگه به زیبایی تمام نشستن. ما انسان ها فکر میکنیم خونه میسازیم چهار مثلا مکعبی، فکر میکنیم خیلی هنرمندیم، در صورتی که تعداد گوشه هایی که اون پروردگار واقعی که فرمول های هستی رو نوشته روی یک من صحبت نمی کنم که من صحبت نکنم توت کن گوش کن یاد بگیری. اون زیبایی هایی رو که توی یک صخره گذاشته میلیون ها برابر زیبایی یک خونه ایه که ما در حد یک کودک توی شهر میسازیم مکعبی، خیلی هم خوشحالیم. زیبایی صخره اصلا قابل مقایسه نیست با این چیزایی که ما میسازیم. و تمام این دیتیل و جزئیات هستی رو، درختان رو، حیواناتی رو که میدیدم، خرگوشی میمد رد میشد، بعد پرنده هایی که میدیدم، سنجاقک رو نگاه میکردم، چشم سنجاقک رو میگفتم، تمام اینا روی یک فرمول زیبای هستی نوشته شده که مغز کوچیک هیچ آخوند بوگندوی نمیتونست اونو برای من توضیح بده. ولی تفکر من به طبیعت و نگاه هم به طبیعت توی کنج سلول انفرادی خدای واقعی رو و دین واقعی رو به من نشون داد، و من از اونجا مذهبم شد ریاضیات و فیزیک.
و به خدای یکتایی که نویسنده فرمول های این هاست، خدای یکتایی که اگر من با پای راست برم تو توالت منو نمیندازه تو قیر داغ، از دماغم بریزه از تو گوشم بیاد بیرون، خدایی که واقعا دوست داره منو و من دوستش دارم. یه لحظه اجازه بده من شارژرمو بیارم. آسمون ریسمون آقای فخرآور رو شنیدین؟ من سکوت کردم دوستان. اگر ایشون لابلای صحبت من سکوت نکرد، بدونید در پی بحث مفید و حقیقت و چیزی که خدایی که داره میگه راضی باشه نیست، در پی اینه که بیاد فقط حرفای خودش رو بزنه و چیگری کنه و اجازه نده ما صحبت کنیم. حالا با هم میبینیم و قضاوت. اگر من که نبودم نشنیدم چی گفتی، من همه حرفاتم شنیدم. درا میدونم شنیدی. یه فکری نشنیدم. تموم شد صحبتت. سخته. من حرفمو زدم. تو هم حرفتو زدی. خب حرفتو زدی. آفرین. ما این احساسی صحبت کردن ها ازش میشه که از اجازه بده. بذار ببندم تمومش کنم. از دین من ریاضیات و فیزیک خون نمیچکه. خدای من که نویسنده فرمول های هستیه نمیگه همدیگر رو بکشید، برید فلانی رو بکشید اگر مثل شما اعتقاد نداشت، اگر مثل شما زندگی نمیکرد، برید گی ها رو بکشید، برید کسایی که هم فکر شما نیستن بکشید، شمشیر بردارید اگر این حرف شما رو گوش نکرد کن. خدای من زور نمیگه، خدای من خون نمیریزه و به خون ریزی دعوت نمیکنه. خدای من میگه با هم مهربون باشید، با هم خوب باشید. خدای خودتون رو معرفی کن ببینم. اسلام شیعه اثنا عشری، دین رسمی حاکم بر ایران ما در 41 سال گذشته چجوریه؟ تا کسایی که هستن بشنون، خودشون قضاوت کنن کدوم خدا رو قبول میکنن. صاحبان عقل و خرد وقتی استدلال عقلی رو باهاش مواجه بشن، فریب هوچیگری های احساسی رو نمیخورن. خب شما هر چقدر هم احساسی صحبت کنی، آسمون ریسمون و حالات و فلان و اینها، مادامی که من استدلال متقن عقلی بیارم، غلبه پیدا میکنه به همه اون صحبتهای شما. گفتی از قرآن به این نتیجه رسیدی، خب آفرین. قرآن آیا فقط یک آیه است؟ خیر، قرآن 6000 خورده ای آیه هستش، 30 جز، یک کتاب کامل. اینطور نیستش که شما پلو و شربو رو ببینی که یه جا گفته که عرض کنم بخور و بیاشام، ولا تصرفو رو نبینی که مثلا گفته ولی اسراف نکن. یه جا آیه گفته یا که نعبدو و یا که نستعین، تو زمان من هست، لطفا نپرید وسط، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخواهیم. خب بعد تو یه جای دیگه آیه قرآن فرموده وابتغوا الیه الوسیله، یاری بگیر برای رسیدن به خدا از یک وسیله. این وسیله یعنی چی؟ یعنی تا اینجای کار وجود یک وسیله اثبات میشه. خب بعدش میریم به سراغ این که چه وسیله‌ای مورد رضایت خدا هست. اگر اصل و اساس وسیله رو بخوای نفی بکنی آقای فخرآور، به عقلت باید شک کرد. چرا؟ چون مگه نمیگی تنها از تو یاری میخوایم و تنها تو رو میپرستیم؟ پس خیلی اشتباه میکنی دکتر میری، پس خیلی اشتباه میکنی میگی این گوشی رو بده به من فلانی. بذار صحبت کن، بذار صحبت کنم. ببین من سکوت کردم، من سکوت کردم. وسیله برای من همون صخره و زیبایی صخره بود. من وسیله رو جوری استفاده کردم که مشرک هم نباشم مثل شماها، که وسیله رو برم بگم خدا یا تنها تو رو میپرستیم، اما علی و حسن و حسین و تقی و زهرا و زینب و عباس و ام کلثوم و مستمع به عقیل و بقی و فلان اینا رو میپرستیم. نه، من خدا رو. شما اگر تونستی بین صحبت من صحبت نکنی، نیومدین فیلم بازی کنیم. که خواستم خودت بعضی وقتا روشن بشی که وسیله لازم. من الان منم بخوام خاطره تعریف کنم، 15 سال پیش جریان تغییر خودم رو میتونم تعریف کنم، چه مستی تو دامن خدا داشتم، ولی حرف احساسی نمیخوام بزنم. خب من کسی بودم تا ته خطی که شما درش قرار داری رو، نه به شکلی که شما سر از کفر الان در آوردی و توهین به مقدسات، من تو اون وادیا بودم، همشو دور زدم و نور حقیقت الهی باعث شد که بیام عقلا اسلام رو کامل بررسی کنم، سوای شعارهای سیاسی شما و اینا، به حقانیتش پی ببرم. منتها مشکل اینه که نمیذاری آدم حرف بزنه، نمیذاری. این مشکل رفت میشه. وسیله رو بهت یادآوری بکنم، ادامه بده حرفتو. خب پس اصل وسیله رو قبول داری دیگه، اصل وسیله رو قبول داری. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین به معنای این نیستش که شما همینطوری بشینی از هیچ ابزار و وسیله‌ای برای زندگی خودت استفاده نکنی، چه نیازهای مادی
چه نیازهای معنوی خودت. خب پس باید یه وسیله هایی که در راستای رضایت خدای متعال باشه و او راضی باشه که از این وسیله استفاده بکنیم، از این ابزارها استفاده بکنیم رو به کار بگیریم. خب میشه مثال های ظاهری مادی روزمرش، رجوع به مهندس، رجوع به مکانیک، رجوع به دکتر، استفاده کمک گرفتن از برادر، همه اینها دیگه. اینا همه پس منافاتی با تنها تو را میپرستیم که به کنار با از تو یاری میخواهیم نداره. اجازه داده از اینا هم یاری بخوایم. یاری گرفتن در عرض خدا نیست، در طول خدا هستش. خب اجازه بده، اجازه بده. مگه نمیخواستی به من یاد بدی؟ مگه نمیخواستی به من یاد بدی؟ یاد بدم. چون آخوندی کلمه ایاکه دقیقاً در عربی یعنی چی؟ یعنی تنها تو را میپرستیم و ایاکه فقط میگه تنها تو را میپرستیم. از عدات حصر ایاک چی؟ یعنی تنها. تنها یا یک تأکیدیه که فقط و فقط و فقط تو را میپرستیم. گفتم از عدات حصر هستش دیگه، یعنی محصور میکنه به یک. و فقط از تو یاری میجوییم. بالاخره وسیله رو پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ وسیله مفهومش این نیست که برید از یکی دیگه یاری بجویید. نه نه، اون دو مرحله بعده. میگه شما چشم دارید، احساس بهتون داده شده، حسهای شما مفهومش. بگو بالاخره وسیله رو پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ اگه میگی تنها 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 یعنی هیچ وسیله ای، اگه میگی تنها 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 یعنی هیچ وسیله ای نمیتونی استفاده بکنی، که من مثال های نقض رو بیارم برات. من به تو درباره وسیله گفتم که خود من قصه وسیله رو تعریف کردم که طبیعت خب من رو اونجا برد. حالا اصل وسیله رو قبول داری دیگه؟ پس گفتم قبول دارم، مثلا این از این بگذره. خب حالا بریم سراغ این که اجازه بده دیگه، اجازه بده. حالا اصل وسیله رو قبول داری، بریم به سراغ این که در مورد این که آیا میشه اهل بیت، ائمه، امیرالمومنین، پیامبر رو وسیله قرار داد، آیا میشه عرض کنم استفاده کرد یا نه. حضرت یعقوب به حضرت یوسف تو قرآن میگه برای من استغفار کن، یعنی تو وسیله‌ای باش برای نزدیکتر شدن من به خدا. آیا این وسیله در راه رضایت خدا قرار داره یا نه؟ مگه قرآن نگفتی؟ تو دین یهودی‌ها منظورته؟ نه قرآن دیگه، به قرآن استناد کردی، دارم آیه قرآن رو میارم. قصه کدوم دینو میگه؟ چه ربطی به دین داره؟ آیه قرآنه، یه داستان پیامبران رو تعریف کرده. من میخوام بدونم داره کدوم یکی از پیامبران رو میگه. شما آخه یه سری از پیامبران رو خودتون انتخاب میکنید، کدوم ها رو قبول دارید کدوم ها رو قبول ندارید. نه ما عرض کنم که آیه آمن الرسول رو اگه خونده باشی میفهمی ما همه پیامبران رو قبول داریم. این شمایی که نه تنها قبول ندارید یه عده پیامبران رو، مثل پیامبر اسلام توهین هم بهشون میکنید. این شمایی، آنچه خودت بهش مبتلا هستی به ما نسبت نده. ما همه پیامبران الهی رو قبول داریم. یه لحظه برای دوستانی که حضور دارن چیزی رو روشن کنم. الان مگر بحث قرآنی میکنیم به این مفهوم نیست که من به قرآن اعتقاد دارم. الان من استناد دارم به قرآن کردی. من دارم از منطق خود این آخوندهای بسیجی استفاده میکنم، چون اینا این منطق رو میفهمن. همون جوری که من وقتی با مسیحی ها میخوام صحبت بکنم روی کتاب آسمانی خودشون صحبت میکنم، با یهودی ها روی کتاب آسمانی خودشون، و با بی خدایان روی استدلال های خودشون، اینجا داریم با مسلمون ها بحث میکنیم. مسلمون ها روی کتاب آسمانی خودشون این تصور رو دارن که این کتاب آسمانی بهشون اجازه داده که اینها بیان بر پایه یک سری اعتقاداتی که دارن یک جامعه رو به سمتی که خودشون فکر میکنن درسته ببرن. باز بحث اگر... سیاسی کن تا به بنبست میخوری فقط همین سیاسی میکنی. بحث ایدئولوژیک داریم میکنیم بابا، بحث عقلی داریم میکنیم. آیا تو با مدرس مخالفی که دیانت ما این سیاست ماست؟ آقا یه موقع هست شما به خصوص در مورد سیاست داری صحبت میکنی. من شارژر بیارم. قانون اساسی رژیم اسلامی حاکم بر ایران که با آیه قرآن شروع میشه، با نمیدونم بالا تا پایین تماما هی حرف از قرآن و اسلام و همه چیز، اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است بر اساس اعتقاد دین، حکومت احق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود لاب 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 کرد که نمیدونم جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به اصل دوم، ایمان به خدای یکتا لا اله الا الله، اختصاص حاکمیت تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی نقش بنیادی آن در بیان قوانین
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، کرامت و ارزش والای انسان، فلان 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 در برابر خدا. این قانون اساسی سراسر چرند رژیم ملاهاست که تمام اسلام شیعه اثناعشریه. من مگه تو میتونی بگی من اسلام رو از سیاست جدا میخوام بکنم و بحث بکنم؟ مگه میشه؟ من گفتم اولا اگر ما که نمیگیم اسلام از سیاست، اجازه بده سر دخترشو با داس ببره، میگه من رفتم سرچ کردم دیدم طبق قانون اسلام اگر من بخوام اون پسری که دختر من باش فرار کرده برم اونو بکشم قصاص میشم، ولی دختر خودم رو طبق قانون اسلام میتونم سر ببرم با داس، هیچ غلطی هم نمیتونن برام بکنن، طبق قانون اسلام عمل کردم دختر خودم رو سر بریدم. وقتی سر بچه های خودشون رو میتونن با این دین آسمان، بابا شلوغ نکن، شلوغ نکن، این ترفندات برای ما دیگه. و اگه میخوای برای مخاطبین خودت صحبت کنی، یا این 3000 نفر مخاطبین شما 1500 تا بوده، میخوای طبق میل اونا صحبت کنی؟ حالا که ببینم، حالا آقا کجای اسلام میگه قانون، مگه نگفتی قانون اسلام؟ کجای قانون اسلام میگه برو این کار رو بکن یا میتونی این کار رو بکنی؟ کجاش گفته؟ چرا میای قاطی میکنی بحث دیه رو با بحث اجازه دادن برای سر بریدن دختر؟ تو از اسلام میفهمی چیزی؟ ببینم دین شما، من تو بحث قبلی بودم اثبات باید بکنی مشرک بودن ما رو. من داشتم استدلالمو میگفتم، پریدی وسط حرفم. ادامه بده. آره داشتم میگفتم که توی اول قرآنتون مشرک بودن تمام شیعیان رو ثابت کردم. آره به زعم شما که خیلی چیزا ثابت شده، ولی برای ما زعم شما اهمیتی نداره، ما استدلال برای اون اهمیت داره. شیعه چند درصد دنیای اسلامه؟ بحث رو عوض نکنیم، دارم سوال میپرسم ازت. مگه شما نمیگین اسلام قرآن؟ مگر شیعه و سنی هر دو به قرآن اعتقاد ندارن؟ الان برمیگردیم بعدش به همین بحث من. خب شیعه الان حدود 500 میلیون مثلا 400 میلیون. آقا شیعه و سنی درصد داری میری سمت سوسماسا، میدونم میخوای خب درصد شیعه و سنی رو ببینیم در دنیا به ما میده که چقدره. آمار جمعیت مذاهب اسلام جمعیت کلی رو میده. آقا حدودش رو بگو، ما اقلیتیم در دنبال اسلام. من دنبال چی اقلیتیم؟ چون جاهای مختلف دارم میبینم تقریبا تو همه این کشورهای دیگه مثلا 98 درصد سنی هن، 2 درصد شیعه هن یا فلان. فکر میکنم شیعه اگر اشتباه نکنم بین 6 تا 8 درصد جمعیت مسلمانانه، درسته؟ نه دیگه، 1,500,000,000 اگه کل جمعیت مسلمان ها باشه، 300,000,000 400,000,000 شیعیان رو بگیریم میشه چقدر؟ چند درصد؟ خیلی زیاد گرفتی. الان ایران 80 میلیون، کلا دیگه 300 میلیون میشه. ایران شما 80 میلیونشو زدین به نام شیعه؟ بگو حالا 60 درصد شیعه باشن. 60 درصد شیعه ان الان. بذار من یه دقیقه، 3200 تا اندی الان لایو اینجا هستن. اون کسایی که شیعه هستن اینجا یه دونه بیلاخ، نه این چی میگم بهش، یعنی استناد برای بحث عقلی حاضرین در اینجاست تا بتونیم روی ایران قضاوت کنیم. آره یه نمونه آماری میخوام نگاه. من میرم سراغ آمار، میرم سراغ ویکی‌پدیا. مگه نرفتی سراغ آمار؟ چرا به اون استناد نمی‌کنی؟ تو برو آخه ویکی‌پدیا 95 درصد جمعیت ایران رو میگه مسلمان. ویکی‌پدیا چند بار سرچ کردم تا حالا، 95 درصد جمعیت ایران رو میگه مسلمان. این خب ترفندا دیگه برای ما چیزی، یک بذارید دو بذارید. چقدر جمعیت ایران؟ ویکی‌پدیا میگه 95 درصد جمعیت ایران مسلمان. عمار ملکی توی مؤسسه گمان چند روز پیش یه دونه نظرسنجی انجام داده، دو هفته پیش، که توی این نظرسنجی خیلی خوبی انجام میده. تو نظرسنجی آخه ببینین نظرسنجی ها، خود شما نظرسنجی قرار دادی تو توییترت، همه گفتن آقای خامنه ای بهترین هست. این نظرسنجی اونم تعریف کن. سگان ولایت رو میگی؟
نه خودت تو توییترت نظرسنجی گذاشتی یه برای 7700 نفر اومده بودن گفته بودن اینا بازیه. نظرسنجی علمی من دارم میگم تو مؤسسه گمان انجام داده. ها تو نظرسنجیه که من میذارم میبینی که همش مینویسم سگ آستان سید علی. من دارم بسیجی ها رو مسخره میکنم، نمیدونم چرا نمیفهمن. هی هم میان هر دفعه میبینی 2300 تا سگ آستان سید علی هم میاد بالا. ولی این مؤسسه گمان نظرسنجی کاملا علمی انجام میده. 32% مردم ایران گفتن که خودشون رو تا حدودی هنوز شیعه میدونن و 26% گفتن به امام زمان اعتقاد دارن. یعنی اگر واقعا این بوده که در اول کودتای سال 57 98% گفتی از جمعیت ایران شیعه بود و اون کودتای 28 مرداد بود، اشتباه نکن، این انقلاب کودتا نه، کودتا 28 مرداد بود در صورت امریکا بعد از انقلاب سفید. بگذاریم از این بحث، عبارات رو به درستی به کار ببر. همسر شاه هم حمایت میکنی دیگه، نکن دیگه، شما بسیجه دیگه رو نکنید دیگه، مال کجا؟ آره نه میگم عبارات رو درست، الفاظ رو درست به کار ببر. کودتای 57، کودتای 57 و ظرف 41 سال ملاهای حاکم بر ایران با حاکم کردن کامل شیعه اثنااشعری و قوانین اسلامی شیعه حاکم شد بر کشور، موفق شدن جمعیت شیعه ایران رو از 98% بکشونن تا 26% پایین. تازه اون ادم آدمایی هستن که با خودشون نمیدونن چندن. بیچاره ها آقای فخرآور از استدلال عقلی شما همین بس، از استدلال عقلی شما همین بس که آمار ویکی‌پدیا رو زیر سوال میبری به واسطه این حرفایی که الان زدی و استناد میکنی به اعضاء حاضر در این لایو. این مقدار استدلال بلدی، چون زیاد شماها سواد تحقیقات علمی ندارید، همش در حد همون حوزه و اینا بودین. ویکی‌پدیا مرجع هیچ چیزی نیست. ویکی‌پدیا هر گوسفندی از هر کجایی میتونه توی ویکی‌پدیا مطلب هر چی دوست داره بنویسه و اتفاقا رژیم ملاهای حاکم بر بگو به کجا استناد بکنیم از مؤسسات استفاده کرده. به یه سری داده های دانشگاه های معتبر دنیا، مراکز نظرسنجی معتبر دنیا، به این چیزا میشه استناد کرد. من این آماری که الان بهت گفتم یک آمار نظرسنجی. حالا مد نظرت این بود که ما اقلیتیم در اسلام، بقیهشو بگو. هم تو اسلام بسیار اقلیتین، هم شما شیعیان اثنااشعری در ایران در اقلیت بسیار بسیار پایینی هستین. خب این پایین. دلیل بر چیه؟ دلیل رفتار پر از خون و کشتار و شکنجه و دزدی ملاهای حاکم بر ایران و نوچه هاشون امثال شما به خاطر این. خب الان پس شما داری میگی که در اقلیت بودن به معنای عدم حقانیته. خب من نمیگم مثلا جمعیت سهیونیستای عالم رو بگی وایسا. جمعیت سهیونیستای عالم رو میشه برای ما بگی؟ جمعیت سهیونیستای عالم رو برای ما بگو تا ببینیم که اونا به حق هستن یا نه. سهیونیست به اون معنی که من بهت گفتم یا به کدوم معنی؟ به معنی واقعی، به معنای همین کشور اسرائیل دارن زندگی میکنند و اینها. خلاصه اگر سهیونیست به این معنا که کسانی که اعتقاد داشته باشن که یهودی ها، اون که میشه کل دنیا، که منم ثابت کردم کل دنیا هم بسیجی ولایی هست. منم ثابت کردم کل دنیا بسیجی ولایی هست. حالا جمعیت به خصوص خودشون رو بگو. جمعیت یهودی های فکر میکنم نه سهیونیست ها. سهیونیست ها، من که سهیونیست ها رو بهت گفتم همه دنیا سهیونیستن جز مغز ملاهای حاکم بر ایران. خب پس همه دنیا هم شیعه میشن دیگه، چون یه کشور شیعه رو به رسمیت شناخته. امارات و عربستان همه اینا هم که اسرائیل رو به رسمیت شناختن. آقا قضاوت با مخاطبین، قضاوت با مخاطبین، بریم موضوع بعدی، برگردیم به اون موضوع مشرک بودن ما که همه مخاطبین هم باهاشون مخالفن. ولی خیر آقای فخرآور، بریم برگردیم به مشرک بودن ما. ببین آیه بکنی اون چی شد؟ قد شدی یه صحبتی درباره دزدی خامنه‌ای بکنی اون چی شد؟ چرا قافل میکنی؟ آها شما میگی که 200 میلیارد، یه 200 میلیارد میگفت تو صحبتات. خب درسته؟ آره. خب میشه به من بگی که میزان ارز و دلار و ثروتی که عرض کنم که شاه و فرح و اینها تو 380 چمدون بودش که خارج کردن حداقل 80 چمدون؟ خب آره، از عتیقه های دربار و فلان.
که حالا خود پهلوی که میگه 60 میلیون دلار و پسرای هاشمی رفسنجانی نبودن که خارج کرد. نه نه ببین پهلوی که شما رو تایید نکرد برای وراثت خونیت با پهلوی ها که شما باش دشمن هستید. کی باید تایید میکرد؟ شازده شما ها؟ شازده ما نیستش ولی شما رو تایید نکرد. من تاییدیم و از خون پدرم و پدر بزرگم و دایی بزرگ. حالا ایشون من کاری ندارم، دارم در ضمن بحثم میگم. میگم ایشون تایید نکرد، ایشون همه میدونن که فرزند محمد رضا هستش. استدلالتون به شازده و مادرش میره، نمیدونم چرا هی از استدلال اونا استفاده میکنین علیه ما. خیلی جالب، شما بسیجی چقدر طرفدار اینا هستین. ولی خب فک و فامیلشو نمیشناسه، یعنی فک و فامیلشو نمیشناسه. محمد رضا شاه، محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول از کشور بیرون آورد. ایشون اینو گفته. خب 62 میلیون دلار. آره ایشون اینو گفته. یعنی میگه که من الان دزدی که شد از ایران این مقدار رو خودش داره میگه. 62 میلیون دلار میتونی جلوی کنار 200 میلیارد دلار تفاوتش میدونی؟ 62 میلیون و 200 میلیاردی که خامنه‌ای دزدیده میدونی چقدره؟ الان بهت میگم. اسدالله علم دامادشون خب وزیر امور خارجه شاه لن برای من جلو نیاد. تو ما قبول نداشت، من دارم بیان میکنم. خاطراتی که به اسم اون دارن مینویسن رژیم داره، خودش این خاطراتو مینویسه به اسم اون داره میده بیرون. اینو ببند همینجا، ببند برید یه جای دیگه. حالا پس من فقط همین قضیه بگم. اون میگه 300 میلیارد دلار شاه خارج کرد. ملاها نوشتن چاپ کردن، باز میاد از اون میگه. دوستان برن سرچ بکنن توی گوگل بزنن میزان عرض کنم ارزی که شاه از کشور خارج کرد همون زمان خروجش از کشور به استناد علم تا 1000 میلیارد هم مؤسسات اومدن 1000 میلیارد دلار اومدن برآورد کردن. حالا از این بگذریم، برگردیم به همون بحث مشرک بودن شیعه که گفتید. 62 میلیون. آقای فخرآور، من الان مبلغی رو که خامنه‌ای دزدیده 200 میلیارد دلار از پول نفت فقط دزدیده، این رو الان تقسیم کردم به 62 میلیونی که پادشاه ایران خارج کرد از کشور. 3200 نه 62 میلیون نبوده، ما میگیم کف کار 300 میلیارد دلاره. 3225 برابره. بابا شما که اصلا اثبات دزدی آقای خامنه ای رو نکردی، اون که به کنار، اون به کنار اثبات دزدیشو نکردی. من برات اثبات میکنم. آره ما داریم میگیم 300 میلیارد بوده، درست بگو در موردش. 300 میلیارد حداقلش. عدد 300 میلیارد میدونی چقدر در 41 سال پیش؟ هر دیگه بدتر. الان ارزشش 100 برابر بیشتر میشه. خیلی عدد بزرگی بوده نه؟ 300 میلیارد. آره دیگه شاه مملکت بوده دیگه، به کل منابع احاطه داشته. میگیرم که بر فرض محال که تو راست میگی. و من نمیگم اسدالله علم گفته. آقا اون کسی که از اسمش ملاها استفاده میکنن اصلا راست میگه. خب 300 میلیارد دلار. پس پادشاه ایران بد بود که 300 میلیارد دلار پول گذاشته بود توی حساب خودش. خامنه ای که خوبه، مستضعفم هست، اومد و تا الان موفق شده 200 میلیارد دلار رو بدزده و تا برسه به اون مرز ادعایی شما 100 میلیارد دیگه باید بتونه بدزده تا این. پس شاه دقیقاً بدیش چی بود که ملاها اینقدر سر صدا میکردن علیهش؟ ببین این 200 میلیاردی که میگی منظورت همه عرض کنم منابع مالی هستش که پست رهبر ایران بر اونها تصدی داره؟ همش نیست اتفاقا. من فقط دارم حالا یه بخشی من فقط دارم درباره بخش نفت. من میگم 200 میلیارد نیستش. من میگم 200 میلیارد نیستش. قلب تمامی حامیان آقای خامنه ای است. از 200 میلیارد خیلی بیشتر میارزه. چقدر کجاست؟ قلب و روح و دل همه حامیان آقای خامنه ای رو مالکش آقای خامنه ای است به اختیار خود ما. خیلی بیشتر از 200 میلیارد میارزه. یعنی شماها فکر میکنید که خامنه ای اونجوری که خودش میگه مستضعف خودشه، پیشوایان بل. آفرین، بریم سراغ این بحث که از یه دونه کلیپ دیگه دیدی. الان همین رو مطرح کن تا جواب تو بدم. من این بحث رو خودم باز کردم، اولین بار که خامنه ای مطرح. آره همه از شما تقلید میکنن. خامنه ای بلا فاصله بعد از اینکه بعد از آبان 98
وقتی که صحبت از این شد که آقا آبان 98 قیام مستضعفان بود که هی ما میگفتیم بهش دوچار نشین، اینا مستضعفن، اینا طبقه فرودستن، اینا طبقه توهیدستن، اینا طبقه بیپول و محرومن، ما قرار بود برای اینها انقلاب کردیم که بیان بالا. خامنه‌ای بلا فاصله بعد از سرکوب خونین آبان 98 اومد اون سخنرانی رو کرد و کلمه مستضعف اونجوری که خمینی میگفت معنیش رو عوض کرد و گفت نه این اشتباهه که مستضعفین توهیدستانن، مستضعفین ما. نه نه اجازه بده، اجازه بده الان جواب. خب دیگه الان همینو جواب میدم. آفرین، الان همینو جواب میدم. بگو معنای قبلی مستضعف چی بود؟ خمینی گفته بود مستضعف ها توهیدستا و پابرهنگان هستن و مگه نگفته بود؟ مگه بسیج مستضعف؟ خب آفرین. مگر انقلاب آفرین. رهبری استناد به چه آیه‌ای کردن؟ و نرید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینجا توی این آیه خب میگه که ما اراده کردیم که عرض کنم که و نرید و ما منت نهادیم بر مستضعفین عالم که اونها رو ائمه عالم یعنی پیشوایان عالم قرار بدیم و وارثان عالم قرار بدیم. خب گوش میدین رو؟ بله بله بله. یاداری سرچ می‌کنم. خب میخوام عین ویدیوی حرف خامنه‌ای رو بیارم. مستضعفین عالم آیا رهبری دارند که خودش هم مستضعف باشه یا نه؟ پیامبران آیا به واسطه پیامبر بودنشون از مستضعف بودن سلب شدن یا در عین مستضعف بودن پیامبر هم بودن؟ رهبر بودن آیا دلیل بر مستضعف نبودنه؟ آیا خمینی وقتی میگفت مستضعفین توهیدستان هستند اشتباه میکرد؟ پیشوای مستضعفین توهیدست چه کسی میتونه باشه؟ خود آقای خمینی بود، امام خمینی بود که خودش آره؟ میخوای اصلا ربطی نداره، همه اون مستضعفین رهبر خودشون میدونستنش. شما میگی مستضعف معناش یعنی استضعاف داشتن در کل. میخوای صحبت های خود خامنه ای رو بشنویم به جای اینکه نقل قول کنیم؟ بله بشنویم، منم الان کلیپش رو پیدا میکنم. بشنویم با هم، بشنویم. 40 سال پیش خامنه ای وقتی مستضعفین رو تعریف میکرد: سیاستی در جهت حمایت از دشت‌های مستضعفین باید این خط در آینده ایران تعریف بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین دشت‌های مستضعفین هستند. اون زنی است که مهریه 3000 تومانه و میاد مهریه‌اش رو میده. دشت‌های مستضعف و پابرهنه این جامعه هم که گرانی را تحمل میکنند، کمبود را تحمل میکنند، تاریکی شب را تحمل میکنند، در اجتماعات اسلامی شرکت میکنند، خون خودشون را در راه خدا میدهند و باز فریاد خدا و الله اکبر میزنند. بسیج حالا امروز. خب اجازه بده تا اینجا چی رو گفت؟ تا اینجا چی گفت؟ گفت مستضعفینی داریم که پاکار هستن. سب کن با هم جفتش بزن از اولش. سب کن با هم جفتش رو بشنویم ببینیم ظرف 40 سال پولهای مفت حرام نفت مردم ایران چجوری به شکمبه آقاتون ساخته. گوش کن. کشور ما شما پول حرام حقوق سیاهیه نیروی مقاومت بسیج مستضعفان، نیروی مقاومت بسیج مستضعفین. مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا میکنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً در این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو نمیدونه. قرآن میگوید و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین
کسانی که وارثان زمین و همه موجودی زمین خواهند. این مستضعفین، بسیج مستضعفین بالقوه. مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه، بالقوه خلیفت الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم بشریت. یه سوسماز برای خود خامنه‌ای باید بزنیم که 40 سال نه اشکالت به این حرف چیه؟ دوتا تعریف و هم قابل جمعه. مستضعفین رو اون موقع من نمیدونم، اون موقع قرآن رو خوب نخونده بود که سخنرانی خطبه نماز جمعه رو بهش میدادن، یا الان قرآن رو یه جور دیگه به زبون روسی خونده فهمیده که مستضعفین یعنی خودم، مستضعفین یعنی من، یعنی من آقای خامنه‌ای امام جهان هستم، خلیفت الله روی زمین هستم. میگن دیکتاتور وقتی یه مدت زیادی میشینه مغزش چیز میشه. حالا مغز اون کسی که جابجا شده کسیه که میگه تزریق بکنید مواد ضد عفونی رو برای درمان کرونا، اونو مغز رو به کنار بذاریم. خب میدونی مغز اون آدما هستش که مشکل داره. خب الان ایشون گفتش که آره ایشون الان گفتش که مستضعفین کسایی هستن که بالقوه وارث عالم هستن، درسته؟ بالفعل آیا توحید هستن یا نه؟ گوش بده، تو سکنج استدلال گیر کردی الان. چیو میخوای آقای فخرآور؟ بالقوه وارث عالم هست و هیچ منافاتی نداره که بالفعل توحیدست باشن. این دوتا تعریف با هم قابل جمع هسته، هیچ تضادی بینش نیستش. مستضعفینن، پابرهنه مستضعفینن، بالفعل یعنی بالفعل. الان ببین من کلمه بالفعل و بالقوه رو معنیشو میدونم، آخونبازی برای من در نیار. مگه خودش نگفت بالقوه؟ مگه استناد به حرفش نمی کنی؟ مستضعفین بعد تعریف شده، مستضعفین منم که آقای پناهیانم میاد وای میسته ماله رو بهتر از تو میکشه، اون خیلی قشنگ ماله میکشه. پناهیان میاد برمیگرده یک همچین ماله میکشه و میگه بذار ببینم کجای صفحه. بچهای ادمین اگر همراه هستید رو صفحه من فکر کنم دوباره آرشیف کردید پناهیان رو، این صحبتی که رو صفحه اینستاگرام هم گذاشته بودم از پناهیان که داره میگه رهبر خودش ولی امر مسلمین میتونه بیاد و پولهای ولش کن. من الان برات میگم اصلا من کاری نه به صحبت رهبر دارم. مستضعف یک معنای لغوی داره، یعنی مورد استضعاف واقع شده. یک مصداق قرآنی داره، چه کسانی وراثت عالم بهشون میرسه؟ خب یعنی خدا اراده میکنه مستضعفین وراثت عالم بهشون برسه. وقتی وراثت عالم بهشون رسید اون موقع از میدونی مشکل شما شیعیان اسماء اشعری چیه که حاکم بر ایران هستید؟ نه بذار الان برات بگم. یه دقیقه مفهوم همه دنیا باید قرآنو اونجوری که شما دوست دارید، اولا قرآن رو نه اونجوری که خود قرآن میگه، اونجوری که خود قرآن میگه. اصلا اونجوری که فکر میکنید اولا همه دنیا باید قرآن رو قبول داشته باشن؟ ما چقدر جمعیت انسان‌ها روی کره زمین؟ 7 میلیارد. 1.5 میلیارد مسلمونیم. آقا برای اون 5.5 میلیارد دیگه هم یه احترامی قائل باشین. همه قرار نیست قرآن شما رو دنبال کنن، و اونم تازه شما چند درصد بسیار کمی که توی دنیای اسلام شیعه اثنا عشری هستید و یه قرائت ویژه‌ای از قرآن دارید که میگید همه کره زمین هرچی هست بعد بیاد بره تو خیک خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه. نه ما اصلا این رو نمیگیم. دنیا برای چی باید این قرائت‌های تمامیت خواهانه یه نخواستم ایش توهینی توش باشه؟ باخه قرائت از قرآن، قرائت شما از قرآن تشکیل داعشه. بابا هیلاری کلینتون تو کتاب خاطراتش میگه ما اومدیم داعش رو تأسیس کردیم. کتاب خاطرات شما قرائتتون از قرآن و اسلام اونه. به ما چه ربطی داره شما میخواید قرائت چه قرائتی بکنید؟ ما قرائتی که خود قرآن معرفی کرده. بهتم گفتم، گفتی ما مشرکیم. گفتم یه جا میگه وابتغوا الیه الوسیله، یه جا میگه انما ولیکم الله و رسوله و کسایی که در نمازشون زکات میدن، یه جا میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینا همه ناظر هستش به اینکه قرآن داره مسئله امامت رو مطرح میکنه. اولی الامر رو
بعدش هم وایس ببینم، بعد اجازه بده ببینم، یه لحظه اجازه بده ببینم ما کجا از اهل بیتمون میایم در مقام توسل کردن عبودیت رو ازش بخوایم، ما ازشون مدد میگیریم. ببینم شما هیچ وقت این چیزا رو نشنیدی، این مداهایی که میان با یعنی ما مداهای علاقه خامنه ای هستن میگن علالهیا که نه همش باطله به فتوای خود آقای خامنه ای و همه مراجع. میخواست بره سوار نمیدونم خر فلان شد، تا یه جایی رفت از اونجا به بعد خرش بنزین تموم کرد، بعد دیگه نتونست از طبقه پنجم آسمان بره بالاتر، علی اون بالا نشسته بود دستشو گرفت، علی بالای خدا بود دستشو گرفت گفت محمد از اینجا به بالا رو من باید بکشمه چون من بالای خدا هستم. تو این چیزا رو نشنیدی؟ خب پس چرا خود حضرت علی نماز میخوند؟ همه میدونیم که نماز برای خدا میخوند، اگه خودش رو خدا معرفی کرده بود. برو به مداهان مورد علاقه ما دینمون اولا از مداها نمیگیریم، مراجع تقلید همه قلوب کردن در مورد ائمه رو و به خدایی رسوندنش رو شرک میدونن. تمام 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 تمام. ائمه جمعه که تو شهرهای مختلف این خزعبلات رو توی پشت بالای منابر میگن، آیا منبر اون یکی از ادعاهات رو تونستی ثابت کنی از اول لایو؟ درست میگی اتفاقا این خنده های عصبیت کاملا نشون میده که راست میگی. به قرآن عصبی نیستش خدا وکیلی، قسم کتابتو نخور سوسک میشی الان، شاخصات میزنه بالا بابلا میشه. ببین توی میتونی به من بگی آیا در ایران بعد از کودتای 57 توی این 41 سال آیا هیچ آخوندی اجازه داره غیر حکومتی منبر بره؟ یا شبکه امام جمعه ها و امام جماعت ها، امام جمعه های شهرها و امام جماعت های محلات و اینها که تو مسجد ها میرن، اینا یک شبکه بزرگ دولتی هن، درسته؟ تمام کشور همه با هم هماهنگن، هم. سخنرانی هایی که میکنن همش هماهنگ میشه، تمامش زیر نظر شورای نمیدونم چی ائمه جمعه کل کشور هست و آخوندها هر چیزی بالای منبر میگن. یعنی این نیست که تو کشور اسلامی شیعه اثنا عشری امروز ایران یه آخوندی تصمیم بگیره بگه من امروز تو خونم یه منبر میسازم بره بالای منبر، فوری میگیرنش. ما زیاد داشتیم، موارد متعدد داشتیم، آخوندها رفتن بالای منبر گرفتن گفتن بعد شما منبرتون باید حکومتی باشه، تمام منابر و خطبه ها حکومتیه، هر آخوندی بالای هر منبری هر گل اضافه ببخشید هر گل اضافه میخوره تمامش هماهنگ شده توی شبکه بزرگ ائمه جمعه سراسر کشور زیر نظر شخص، یعنی بیت شخص سید علی. اصلا اینطور نیست، ائمه جمعه اینطوره، نه هر آخوندی توف به آدم هر آخوندی نه هر آخوندی ائمه جمعه. یک آخوند به من نشون بده در داخل کشور که حکومتی نیست و اجازه داره منبر بره خارج از فیلد کلی ائمه جمعه سراسر کشور. اصلا آخونده چه ربطی به ائمه جمعه داره؟ شما کوچکترین اطلاعی نداری؟ یه ائمه جمعه داریم، هر استان و شهرستانی امام جمعه داره. من الان آخونده تو هیئت ها میرن، تو مسجدها میرن، منبر توی نمیدونم جلسات میرن. گفتم امامان جماعت و ائمه جمعه، من این دوتا رو تفاوتاش هم میدونم. تمام کسایی که توی تمام مسجدها منبر میرن همه جزو شبکه حکومتی آخوندها هستن، خارج از شبکه حکومتی هیچ آخوندی اجازه نداره منبر بره، اجازه نداره بره. باید تمام خطبه های آخوندها هماهنگ شده در شبکه سراسری امامان جماعت و امامان جمعه باشه، این باید باشه. اگر تو نمیدونی الان میگم خدمت از موضوعی و نه منو که شما نمیخواد بگی من میدونم در این زمینه یا نه، اگر داری میگی مراجع گفتن آخوندها برن بالای منبر حرفای چرت و پرت بزنن حرام است و قبول نیست، همه این آخوندها که میرن میشینن میگن اوی حمزه نیزشو زد زیر خونه کعبه، آورد بالا خونه کعبه رو. الان آخوندهایی که با همدیگه اختلاف نظر دارن و متفاوت با همدیگه منبر میرن چقدر زیاده توی جامعه ما؟ همین الان آقای پناهیان اومد مواسات رو مطرح کرد، آقای بخشی اومد کلیپ داد علیه منبر، خلاف خودشون به قول بحثای بشکه‌ای خودشون تو حوزه‌های علمیه
بین علما میتونه اختلاف باشه، اما اختلاف نباید خارج از چهارچوب سیاست های آقا این آقای آقا میری تا قبل از اینکه خلع لباس بشه مگه نمیگفت متفاوت؟ قطع نکن، گوش کن، میتونن با هم دیگه علما اختلاف داشته باشن اما خارج از چهارچوب سیاست های کلی رژیم ولایت فقیه نمیتونن حرکت بکنن. اگر حرکت بکنن، حتی اگر کسی باشن مرجع تقلید باشن، در حد منتظری مرجع تقلید باشن، به حبس خانگی میفتن. ما از این چیزا خیلی زیاد دیدیم. به من این چیزا رو نگو، من این چیزا رو خیلی حالا مردم دیدم. داخل ایران مطلعن از این قضیه، بگو ثمره حرفت چیه. ثمره حرفم اینه که شما ملاها با دروغ، با خرافات فقط نشستید رو سر مردم، جنایت کردید. اصلا سر این بحث نبودیم که من سر پول بودیم صحبت، ما سر دزدی های خامنه ای به اینجا رسیدیم که خامنه ای مستضعفه. نه نه اتفاقا اونو که جواب دادم به کنار، برای خودتون یک سری قرائت هایی از قرآن دارید که طبق این قرائت خامنه ای میگه از امروز تصمیم گرفتم من مستضعف باشم و ای مردم اگر من پول های شما را میدزدم مال خودمه، قرآن گفته. در این حد دلغکین کجا اینو گفت؟ توهین نکن دلغک خودتی. نه اصلا اینو نگفت. نه گفت، گفتش مستضعفین کسایی هستن که بالقوه وارثان عالمن، یعنی در آینده میرسن به اینکه سردمدار دنیا بشن. این چه ربطی به این داره؟ تو نفهمی. امام و پیشوا عالم بشریت. خب سب کن. تا عالمه. بالقوه زمین بالقوه این مستضعف، بسیج مستضعفین، مستضعف یعنی اون کسی که بالقوه صاحب وراثت عالمه، بالقوه خلیفت الله در زمینه، بالقوه امام و پیشوای عالم. خلیفت الله در زمین اصلا متوجه خودش نیست، داره میگه در آینده امام میشن مستضعفین، پیشوا میشن. اصلا نمیفهمی این چیزا رو شما، اصلا ربطی به خودش نداره، داره یه دونه مفهوم اسلامی رو جداگونه داره بیان میکنه، داره خودش رو گفته. مگه رسیدیم به این که مستضعفین الان به پیشوایی برسن؟ داره از آینده میگه، خودش تو حال قرار داره. اصلا میفهمی اینا رو شما؟ تو یه اشکالی وارد کنید، حرفای سیدعلیت هم گوش نمی‌کنی حتی. یه اشکالی وارد کنید که بشه حداقل یه چیزی تنبل بکنید به مخاطب بگید. حرفای حتی ولی فقیه خودتون هم قبول ندارید. آقای فخرآوررسی بالاخره شما زندان عادل‌آباد بودی یا ارومیه؟ تو این لایو گفتی ارومیه، قبلا گفته بودی عادل‌آباد. دیدی من 19 بار زندانی شدم یا نه؟ حواسم نبود شما این همه زندان. اون چیزایی که دارن برات مینویسن، من 14 سال تمام توی اون نه تو کامنت ها بچه ها یادآوری میکنن، 14 سال تمام توی اون کشور من هی زندان رفتم ولی هی حرفای خودم رو زدم و به من این چیزها رو نگو. زندان های مختلف توی شیراز، ارومیه، تهران، شهرهای مختلف، زندان های مختلف رو به من نشون دادن. اصلا وارد این بحثا نشو که خیلی کم میاری اونجا، اصلا اون برا نرو. خب اگر صحبت ها تموم شده من دیگه من فقط اینو میخواستم بگم، شما این بنده خدا خانم سمیرایی که بالا اومده بود گفت من طرفدار جمهوری ام، شما گفتید که کیا طرفدار؟ منم طرفدار جمهوری ام. این اجازه رو بهم میدین؟ طرفدار جمهوری با چه جور جمهوری؟ خب من همون جمهوری که در ایران یک جمهوری اومد تشکیل شد و تشخیص دادن که احکام اجتماعیشون از مبانی اسلامی باشه، چون ملت مسلمان بودن. شما گفته بودی جمهوریت با اسلامیت در تضاده، میگم پس چطوری شکل گرفت اینطوری؟ اتفاقا همین میخواستم الان برات بگم که در تضاد کامله، یعنی این چیزی که به اسم جمهوری اسلامی ارائه کردن از بی خوبون غلطه، مثل کلمه داراخدروم، کلمه بیمعنیه. نه اینو گفته بودیم، الان میخوام بگم که یعنی امکان نداره یک ببین در فرض مبحثمون، بذار من اینو بیان کنم، امکان عقلی داره که یک جمهوریت سالمی صحیحی اصلا صرف نظر از ایران بیان تشخیص بدن که اسلام رو میخوایم انتخاب بکنیم برای مبانی منابع احکام اجتماعیمون؟ این امکان وجود نداره به این دلیل که پس نمیشه یه اکثریتی بیان اسلام رو انتخاب کنن برای مبانی اجتماعی. نمیشه. میتونم بهت بگم قضاوت با مخاطبی، میتونم بهت بگم چرا قضاوت با مخاطبی، این منطق تاریخه. ببین
جمهور به معنی حکومت مردمه، حکومت مردم بر مردم. وقتی حرف از اسلام میزنیم، اسلام حکومت خداوند بر مردمه. در اسلام یا هر حکومت مذهبی دیگه، میتونه مسیحیت باشه، میتونه یهودیت باشه، هر حکومت مذهبی دیگه. آخه چرا مردم نمیتونن حکومت خدا رو انتخاب بکنن برای خودشون، بر خودشون چرا نمیتونن؟ چه نمیدونی؟ بذار من برات اینا رو تعریف کنم. در جمهور این مردم هستند که قوانین رو بر اساس نیازهای بشری. کی میگه جمهور یعنی مردم؟ جمهور یعنی اکثریت. کی گفته؟ کی میگه جمهور یعنی مردم؟ کی گفته جمهور یعنی اکثریت؟ برو بزن، اون دفعه هم زدیم لغت ده خدا رو زدیم. بزن جمهور یعنی مردم. جمهور به مجموعه اکثریت و اقلیت و همه با هم، همه با هم میگن جمهور. اصلا جمهور به معنی اکثریت نیست. و در داستان جمهور، جمهور بر پایه اینه که مردم بر پایه نیازهای جامعه خودشون قوانین رو می‌نویسن، چون درک می‌کنن نیازهای همدیگر رو. اسلام میگه، قوانین اسلام میگه قوانین نوشته شده، ربطی به نیازهای جامعه امروز نداره. قوانین نوشته شده توسط خدا، خدا داده به یه سری نمایندگان خودش، نمایندگانش هم یه دروغگوی، شپشوی، دزد، کلاهبردار، آدمکشن به اسم ملاها امروز توی ایران، که این ملاها با کمک زورگویان بسیجی و سپاهی احکام خداوند رو به زور تو حلقوم مردم فرو میکنن. خوش خوش این من در دنبال این میگردم، شما حرفای تبلیغاتی تو بزن تو من پیدا کنم. حکومت اسلامیه. جمهور مفهومش اینه که مردم خودشون قوانین خودشون رو برای خودشون. نه نه نه، ببین جمهوری یعنی حکومت مردم. خب که ما بازم میگیم یه مردمی میتونن حکومت خدا رو انتخاب کنن بر خودشون، همون حکومت مردم میشه. خودشون انتخاب بکنن حکومت خدا رو، احکام الهی رو. ما داریم میگیم جمهور یعنی چی؟ جمهور یعنی اکثریت. ببین. جمهوری با جمهور فرق داره. اگه نمیدونی این چیزایی که لااقل من درس میدم اینا رو ازم بشنو. جمهور، کلمه جمهور یعنی مردم، یعنی همه مردم. همه مردم، اقلیت و اکثریت. همه مردم، مسلمون و غیر مسلمون و بی خدا و شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و بهائی و همه، به همه اینها میگن جمهور. جمهور یعنی همه. جمهوری میشه حکومت مردم بر مردم. این کلمه جمهور و جمهوری. نه ببین، خب بیشترین هر چیزی، همون اکثریتی که من گفتم. نمیفهمیش، نمیفهمیش. همه افراد قوم، بیشترین هر چیزی، بیشتر افراد قوم. چند تا معنی داره جمهور؟ به معنی اون چیزی که اول داری میبینی، همه افراد یک قوم. بابا اون دفعه هم بحث کردم، گفتم این همه نسبی هستش. اون دفعه هم پیدا نکردی، این دفعه هم نمیدونم چرا دوباره یه بحثی که توش یه بار شکست خوردی دوباره کشیدی بالا. این نشون دهنده اینه که هوش بالایی نداری متأسفانه. به خاطر اینکه گفتی آقا جمهوری کیا هستم، میگم منم جمهوری ام، منم جمهوری ام، یه جمهوری که جمهوری ما اومده اسلام رو اومده تشخیص داده حاکم بشه. جمهور معتقد باشی و به قوانین الهی معتقد باشی. در جمهور قوانین زمینی حکومت میکنه، نه قوانین آسمانی. جمهوره ایالات آقا این آمریکا. قوانین زمینی خودشون میگن انتخاب بکنیم به اختیار خودمون احکام یه دینی رو. ایالات متحده آمریکا یک جمهوریه، برای اینکه قوانین زمینی حاکمه. مردم مسیحی هستن، اکثریت مردم آمریکا، ولی قوانین مسیحیت به جامعه حاکم نیست. مردم مسیحی هستند، اما قوانینی که حاکمه قوانینی که خود این مردم روی زمین نوشتن و از آسمان چیزی بهشون تحمیل نشده. شما ظاهرا منظور من متوجه نمیشی که مردم اختیار دارن، منافاتی با این نداره که اختیار دارن یا دینی رو بردارن خاطر خودشون. جمعیتی که اینجا حضور دارن بسیار باهوشتر از بسیجی ها و آخوندها هستن و حرفای ما رو خیلی خوب فهمیدن. به هر صورت اگه حرف دیگه ای داری آخرش بزنی بزن، اگه نه که در مورد اینکه دین من ریاضیاته هیچ صحبتی نکردیم. نشنیدی؟ میگم نمیشنوی دیگه. من درباره اون خاطره زندانمو برای چی تعریف کردم که من چطوری از طبیعت و از فرمول های ریاضیات و فیزیک اون چه منافاتی با دین ما داره؟ مگه ما دین ما ریاضیات رو نفی میکنه؟ ذره منطق توش نیست. دین شما فقط میگه بکشید.
بکشید. عجب و باحالی. دخترت رو بکش. دین ما میگه قولوا للناس حسنا، دین ما میگه آره. که با مردم با نیچی رفتار کن، دین ما میگه که عدالت داشته باشی. علی طبق دین شما در یک روز 800 نفر از یهود بنی قریظه رو گردن زد. آفرین، الان یادم افتاد بنی قریظه رو میخوای بگی. میشه برام بگی که بنی قریظه اتهامشون با فرض پذیرش سندی این قضیه چی بود؟ اتهامشون چی بهشون اتهام زد علی؟ نه نه به چی متهم بودن؟ چون میدونی من میخوام ثابت کنم خودشون راضی بودن به کشته شدنشون. او خودشون میخواستن کشته بشن؟ اصلا راضی بودن، تعهد داده بودن. اصلا اومدن التماس میکردن، میگفتن علی این نه 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 تعهد داده بودن. بگو اتهامشون چی بود؟ اتهام رو تو به من بگو، کی زد بهشون؟ یعنی چی کی زد؟ به چه اتهامی اومدن کشته شدن؟ کی اون اتهام رو بهشون وارد کرد؟ شواهد و قرائن و دلایل. آقا اون دادگاهی که به اینها اون اتهام رو وارد کرد کدوم دادگاه بود؟ بذار من برای دوستان بنی قریظه رو بگم. بنی قریظه دوستان تو جنگ خندق بود، اومدن یه عده از قبیله ها با عرض کنم حضرت علی و اسلامیون اومدن معاهده نوشتن. خب کلیاتشون میگم به این مضمون که خیانت نکنن، اگه خیانت کردن، اگر جاسوسی کردن، مستحق کشته شدن هستن. یعنی پذیرفتن که اگر خیانت کردن در جنگ، در جنگ خائن رو الان تو همه جنگ ها میکشن، تو توی دادگاه نظامی و صحرایی و فلان و اینها جاسوس و خائن رو میکشن، چون باعث میشه که یه افراد بیشتری از خودی ها کشته بشن. اومدن این افراد جاسوسی کردن برای دشمن، خیانت کردن، تعهد بسته بودن که اگر خیانت کردیم راضییم که ما رو بکشیم. ببینم. و کشته شدن به فرمان عدالت کشته شدن. عدالت. این ظلمه. قاضی اتفاقا شما کسایی هستید که هر کی متهم به اعدام بشه رو میگی اعدام نکنید. آقا. از اون ور خودتون رئیستون سردمدار تروریستای عالم آره. هستش. آره. شما اینطوری آره. اتفاق قاضی که یهود بنی قریظه رو به اعدام محکوم کرد کی بود؟ خاطرم نیستش. من الان یهو بداهه یادم افتاد قضیه بنی قریظه رو. میتونیم بیاریم بخونیم کامل. قاضی بزرگ دنیای اسلام کی بود اون موقع در دوران علی؟ قاضی عادل بزرگ کی بود؟ علی ابن ابی طالب. خود حضرت علی بودش، دیگرانی هم بودن قضاوت. خب علی خودش متهم میکرد، خودش قاضی بود، خودش حکم هم اجرا میکرد. معمولا رسم هست وقتی که دادگاه برگزار میشه توی این امریکا، وقتی یکی رو میخوان ببرن امریکا از کشور معدود کشورهایی که متاسفانه هنوز حکم اعدام توش اجرا میشه، وقتی میخوان یکی رو اعدام کنن، مراسم اعدام کردن یه چیزی نزدیک شاید 15 تا 20 سال طول میکشه. انقدر کشش میدن تا تمام شواهد، همه قرائن، همه چیز بررسی بشه فلان اینا. و من که به شدت با اعدام کردن به هر شکلی مخالفم، ولی اگر دادگاهی قراره بیاد برگزار بشه، تو بیا یه کاری بکن. تو الان برو از آشپزخانه. چرا مخالفی با اصل اعدام؟ یه لحظه، من با آدم کشی مخالفم، برای اینکه خداوند من، خداوند ریاضیات و فیزیک میگه من اگر جان دادم به موجوداتی، شماها غلط میکنید اون جان رو بگیرید. این اعتقاد من به خدای واحد ریاضیات خودمه. خب پس اون قاتله هم غلط میکنه یا نه؟ یا اون خدا هستش قاتله؟ این بحث جداست. اما صبر کن، من درباره یه چیز دیگه دارم صحبت میکنم. من اعتقاد شخصی من میگم که اون کسی که قاتله خدایی که میتونه بکشه، یا اینکه من اعتقاد من که قاتل میشه حرفم آقا جان. تو داری میگی من با اون قاتل چجوری برخورد میکنم اگه من باشم؟ من میگم من مخالف اعدام هستم. خب این بحث جداست، اینو تمومش کنیم. یعنی چی؟ کسی قاتله اومده داره میکشه. یه منو چرا دارید؟ این جداه. اصلا به بحث داره سلب حیات میکنه. باشه بگو. آشپزخونه یه دونه از این چیزای چی میگن تخته چیز چی میگن توش ساتور میزنن؟ بگو. چی میگین به این تخت تو آشپزخونه برای آشپزی استفاده میشه؟ توش چیز میگوید تخته. میگیم تخته. تخته آشپزخونه. یه دونه از اونا بردار بیار. ببینم بچه هایی هواپیما بهش. حالا یه دونه از اونا بردار الان بیار. میشه بری بیاری؟ چرا؟ الان ما آشپزی کنیم. بیار یه دونه چاقو یا ساتورم بردار بیار. خب 800 تا خیارم با
برو وردار بیار بذار کنارت، یه گونی خیار بذار کنارت 800 تا بذار روی این تخته، ببینم در طول یک روز آیا وقت میکنی با ساتور سر این 800 تا خیار رو بزنی؟ ببین وقت میکنی که چطور علی قاضی عادل فرقه اسلامی شما در یک روز وقت کرد دادگاه 800 نفر رو برگزار بکنه خودش و همه اینها رو با دلایل و اسناد متقن و غیر قابل انکار محکوم به خیانت بکنه، متهم و محکوم به خیانت بکنه و وقت بکنه هر 800 تای اینا رو خودش وایسه یکی یکی اصلا وقت نمیشه کرد. اصلا وقت اجازه بده بگم حرف درسته. بعد بگو. بعد 5 تن آل عبا هم حتما نشسته بودن با عبا هی شمشیر علی رو خونش رو پاک میکردن دوباره میدادن دستش میگفتن علی گردن بعدی رو بزن. نه من الان فکر میکنم میبینم این یه دلیل نفر رو در یک آره الان میخوام بگم دادگاهی و سر بزنی و شماها دفاع کنید ازش. خدای من یه همچین خدایی نیست. ای وای احساسی مون کردی. میخوام بگم اتفاقا من قبول دارم این یه دلیل ضعف سندی هست، فکر میکنم قضیه بنی قریظه کلا وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، چنین چیزی نمیشه، اصلا نمیشه، احتمالا دروغ باشه. اما یه چیز راستی اجازه بده اما یه چیز این بود که علی در یه روز 800 اصلا اون زمان 1400 سال پیش بود، معاهده هاشون هم با الان فرق داشت. رژیم اسلامی حاکم بر ایران روح الله الموسوی الخمینی یه همچین گوهی خورده جلوی دوربین گفته علی گوه رو تو میخوری توهین نکن. ببین آقای فخرآور اون زمان وقت نمیشده ولی الان وقت میشه در ثانیه های هیروشیما و ناکازاکی رو کلی از خاکستر از انسان ها ایجاد بکنی. این کاریه که امریکای شما کرد، گوهیه که امریکای شما خورد. آره توهین نکن، صحبت نمی کنم. من ندای مظلومان کل عالمم حتی از هیروشیما و ناکازاکی وجودش رو نداری حتی لحظه یه انتقاد به امریکا بکنی که بگی آقا این داشتن و استفاده از بمب اتم اصلا انسانی نیست تو مخ ما نمی گنجه. نکنید این کارو. موقعی که به زدن به اسلام میرسه رگ گردنت باد میکنه میای احساسی فلان. تو عصر خود الان ما هستش تو امریکای شما به ازای هر نفر 10 اسلحه وجود داره. قانون منع اسلحه ندارید، کشت و کشتار این همه میشه. نمیای اصلا اینها رو انتقاد به امریکا بکنی. شما مزدور CIA هستی. من 20 اسلحه دارم تا حالا باش آدم نکشتم. اگر یه روز کسی نزدیک بشه حالا اخبار رو ما داریم میبینیم دیگه، اخبار رو داریم میبینیم ما از امریکا که عده زیادی میترسن ازم بیان اونجا ساکن بشن به خاطر این چیزا. از این شاخه به اون شاخه میپرید. رسم شما آخوند بسیجی هاینه درباره هیروشیما. خب من میگم آقا توی بنی قریظه وقت نمیشه ولی توی هیروشیما وقت شد ثانیه هایی. اونجا چون موندی اومدی اینجا پرید اینور اینورم بذار برات توضیح بدم. نه اونم گفتم اونا خیانت کرده بودن، جاسوس هین جنگ، خیانت هین جنگ کرده بودن. بذار الان برات زنی قریظه رو میارم برای دیگه هم برسم. ببین هیروشیما و ناکازاکی چون نمیدونی جنگ جهانی دوم بود، ژاپن متحد هیتلر بود، فاشیست های ژاپنی کسایی بودن. الان میخوای آخرش کشتار اونها رو توجیه کنی؟ هیچ رقمه توجیه نمیشه. سکوت کنی متوجه میشی که میشه. سکوت کن بس سفسطه رو بچین. امپراتوری ژاپن متحد فاشیست های نازی در آلمان هیتلری بود و فاشیست های ایتالیای موسولینی، این سه تا با هم متحد شده بودن، این سه حکومت فاشیست. اتفاقا خونریزترین فاشیست ها امپراتوری ژاپن بود. امپراتوری ژاپن دستور حمله به کره و چین رو صادر میکنه که حدود صحبت از اینه که در فقط در یک شهر و دهکده های اطرافش در یکی از یورش هاشون 1,000,000 نفر رو کشتن، مردان رو به تمام زنانشون تجاوز کردن. فاشیست های امروز ژاپن رو نگاه نکن، ژاپن امپراتوری ژاپن خونریزترین ها و پلیدترین ها بودن توی جنگ، یعنی مستحق بودن برای این جنایت. دوم اصلا شاید عدالت بوده، جنایت نبوده، عدالت بوده. تموم کنم.
در جنگ جهانی دوم، در وسط یک جنگ جهانی که ده ها میلیون نفر کشته شدن توسط این سه امپراتوری شیطانی، در واقع اختار بهشون داده میشه به ژاپنی ها که تسلیم بشید. بعد از اینکه ژاپن میاد به پرل هاربر، به یکی از پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنه، اختار داده میشه که تسلیم بشید. تسلیم نشید بمباران میشید. و بعد اینا تسلیم نمیشن، بمب اتم رو برای اولین و آخرین بار رئیس جمهور آمریکا، قدرتمندترین اسلحه نظامی در جنگ بود، اجازه استفادهش رو میده که به شهر هیروشیما و ناکازاکی که هر دو شهر منابع ساختن اسلحه برای امپراتوری ژاپن بودن، به اون کارخانجات تولید اسلحه با بمب اتم حمله میشه که ژاپن وقتی قدرت تخریب این دو بمب رو میبینه، امپراتوری ژاپن، ماشین جنگی خونریز امپراتوری ژاپن، زانو میزنه در برابر آمریکا و میگه ما تسلیم شدیم و جلوی کشته شدن ده ها میلیون نفر دیگه گرفته میشه با پرتاب همون دو بمب اتم. و تمام دنیای هیتلری و موسولینی همه با هم جلوی ایالات متحده آمریکا زانو میزنن و میگن شما جنگ رو بردید و جلوی کشتار صدها میلیون نفر دیگه گرفته میشه. اگر تاریخ جنگ ها رو نمیدونی، لااقل از کتابی که میدونن بله، پس مجبور بودن به استفاده از بمب اتم. اصلا عدالت بوده، درسته؟ هیچ چاره دیگه ای وجود نداشت اصلا. کشتار صدها میلیونی گرفته شد. اگر سوال تاریخی دیگه ای بعدها داری، خود من توی دایرکت بپرس. نه من که آره میدونم، قبل از اینم در زمینه تاریخ شما الفاظ رو اشتباه به کار بردی، دیکتات چیز کودتا ازش یاد میکردی. درباره بنی قریظه متنی بخونم کوتاه، حالا تا یه صحبت دیگه قطع کن. من درباره بنی قریظه متنی کوتاه بخونم یا نه؟ بخون. در مورد بنی قریظه ببینید دوستان بزرگوار، جنگ خندق تونتون دارم براتون توضیح میدم، تا آقای فخرآور هم من این شارژر رو بزنم، ببخشید 10% شد. تا آقای فخرآور داره شامش رو میخوره، راحت با آرامش شما بخور، چون این رو زیاد تکرار میکنن، خب لازم هستش که تحقیق علمی رو در موردش صحبت بکنیم. خیلی تند و سریع میخونم. میگه بنی قریظه یکی از قبایل یهودی ساکن در ساکن در مدینه بودند که عرض کنم بر اساس معاهده چند جانبه در این شهر زندگی مسالمت آمیزی با مسلمانان داشتند، تا زمانی که در جریان جنگ احزاب آنان با نقض پیمان خود عملا در نقش ستون پنجم دشمنانی عمل نمودند که مدینه را در محاصره خود قرار داشتند، و بر همین اساس پیامبر گرامی اسلام بعد از پایان موفقیت آمیز آن جنگ پیمان شکنان را به سزای خیانت خود رساند. شیعه و اهل سنت در بله خیانت اینا تو کدوم دادگاه ثابت شد؟ تو خود جنگ خندق بودش. نه چجوری خیانتشون ثابت شد که اینا خائن؟ حالا الان جلوتر میخونم براتون، جلوتر. یک قبیله رو همه رو گردن زدن. الان براتون میخونم ادامش رو. ببینید من حالا تون میگه که در زمان مهاجرت مسلمان ها و اینها یه چند گروه زندگی میکردن توی عرض کنم مدینه. یه گروه اول تازه مسلمان هایی بودن که تو مدینه سکونت داشتن و دو قبیله اوس و خزرج در اینها بودن و عرض کنم که انصار نامیده میشدند اینها. یه گروه دوم مسلمانان سابقه دار بودن که مهاجرین ازشون یاد میشد. گروه سوم هم یه قبایل پراکنده‌ای بودن که اونها هم یهودی بودن و نمیدونم عرض کنم که متفاوت بود نظریات و اعتقاداتشون با مسلمون ها. بعد عرض کنم که اکثریت اهالی مدینه رو افرادی تشکیل میدادن که با میل و رغبت خودشون مسلمون شده بودن، با میل و رغبت خودشون پیرو اسلام شده بودن. بابا بسیجی ها چرا از این تاریخ صدر اسلام جلو نمیایین؟ بابا به خدا انقدر وقت مگه شبهه در مورد تاریخ صدر اسلام نگفتی؟ من جلو اومدم هیروشیما رو گفتم دیگه. میخوای در طی 300 سال در طی 300 سال 100 میلیون سرخپوستی که تو امریکا کشتید رو هم شما حامیشونی دیگه.
بیام اونا رو هم بگم دیگه، اونم برای اصل قانونی ما هست. زیاد اونور نریم، همین درباره آبان 98 یه بار دیگه بگی چی شد خامنه‌ای دستور کشتار 1500 نفر از جوان. اونو گفتم یه بار دیگه نمیخواد کامل گفتیم اونو. گفتم اگه میخوای خیلی بنی قریظه رو بگم تموم بشه. 100 میلیون خیلی، 100 میلیون سرخ پوست خیلی حرفه. 100 میلیون آره، شما همه عدداتون همینجوریه. موفق باشی در هر کاری که میکنید. خلاصه که آقا داریم میگیم برید دوستان سرچ بکنید بنی قریظه رو، خودشون در تعهدشون این بود که هر کس خیانت بکنه مستحق مرگه، پذیرفته بودن مرگ خودشون رو. این از این. آقای فخر و شما موافق هستید من برو... موافق هستید چند وقت یه بار من بیام که نقد عقلی کتاب شما رو یه جلسه با هم داشته باشیم؟ هر وقت کتاب خوندی به من خبرشو بده، حتما بیا بالا درباره کتاب صحبت میکنی. چشم من یه جاهایش رو مخصوصا قانون اساسیتون مخصوصا قانون اساسی قانون اساسی هم کتاب رفیق‌های تولا هر دوتاشو من 4-5 سال منتظرم یکی بیاد جرأت بکنه از اون داخل اون سیستم بخواد نقد بکنه اینو. بعد اینم بهتون بگم اتفاقا اگر موافق باشید قرار برای مناظره بذاریم، مثل الان بحث بداهه نباشه. من ببین من راستش اهل قرار نیستم، من همینجوری یه دفعه میام بالا شروع میکنم. خب قبلش میام دایرکت تماهنگ میکنم، میگم مثلا نقد کتاب رفیق آیت الله یا نقد قانون اساسی. دایرکت تماهنگ کن دوستان. یا علی سلامت باشید دوستان، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. ببندم برای خدافزی. مثلا گفتم حالم خوب نیست، رعایت نمی کنم خودمم، ولی بذارید با کاپیتان بحث رو ببندیم و کاپیتان بیا کوتاه ببینم که چی هرستو خیلی در آورده. درود سیاوش عزیز. درود. گوشیتو قفلشو باز کن. قفل بازه نایمده با. حالا بگو چند ثانیه بیشتر احتمالا وقت نداری، بگو ببینم چی هرستو. دو سه دقیقه میخواستم مزاحم بشم، اگر چیز دوباره یه بار دیگه ریکوست میدم لطفا. در مورد این لایوی که امشب بود، اول اینکه ما دلتنگ لایوهای شما هستیم، دوست داریم در بیشتر در مورد شرایط کنونی ایران و قانون اساسی نوین در مورد این مسائل صحبت بکنیم، ولی متاسفانه این بسیجی‌ها میان اینطوری وقتو میگیرن و شما اینقدر خسته میشین که الان نمیشه ازتون خواهش کرد که یه چند دقیقه ادامه بدیم، چون میدونم مطمئنم بعد از من بچه‌ها همه اینجا منتظرن که بیان بالا. و من این وعده رو بدم، این قول رو بدم، اتفاقا دیروز پیروز توی جلسه‌ای که توی شورای مدیریت کنگره ملی داشتیم قرار بر این شد که ما یه سری این چیزا رو بیایم و کاپیتان قطع شد بیایم و توضیح بدیم. حتما میام و درباره هم قانون اساسی هم لوگوی کنگره ملی ایرانیان میخوایم صحبت بکنیم. بچه ها تا هستین صفحه توییتر منو لطفا فالو بکنید، توییتر جدید منه به اسم فخرآور _ امیر میتونید پیداش بکنید و توی نظرسنجی که توی این صفحه جدید توییتر من هست حتما بیاید شرکت بکنید. هنوز دارم میبینم که 11 ساعت از این نظرسنجی باقی مونده. بسیجی ها توی این مدتی که نشسته بودیم پای صحبت خیلی اومدن دارن تلاش میکنن آمار سگ درگاه سید علی حسنم رو بالا ببرن. الان 1675 نفر رأی دادن که بسیجی ها خودشون رو تونستن به 4% برسونن، اصلاح طلب ها شدن 1%، طیف طرفداران سلطنت که مبارزه بدون خشونت رو دارن تجویز میکنن 9% و 86% تشکیل شورای انقلابی. نظرسنجی رو حتماً تا 10-11 ساعت دیگه روی صفحه توییتر من هست برید شرکت بکنید، هم توییتر بسازید فالو بکنید من روی توییتر و شرکت بکنید. بحث جالبی بود فکر میکنم بحث امروز هم. ببخشید کاپیتان که قطع شد، دوباره بگیرم تو، امیدوارم دفعه وصل بشه، اگه نشد که کوتاه حرفو بزن پیامتو بده که بتونیم امروز راستی. حالا تا کاپیتان بیاد بالا، سالگرد دختر آبیه، فراموش نکنیم کسانی رو که حماسه آفریدن توی تاریخ ایران تو مسیر این مبارزه. بگو کاپیتان، من حرفم قطع کردم. خواهش می‌کنم. درود مجدد خدمتتون عرض شود که در مورد این سخنرانی سید علی قاتل که رهبر مستضعفین دنیاست و کلیپش توسط شما پخش شد و امروز امشب در موردش صحبت شد، میخوام بدونم که اصلا ایشون چرا خوشی با پادشاه مقایسه میکنه و
این آقای محزون بسیجی میاد بالا، چرا اینا برای اینکه توجیه بکنند شخص سید علی رو چرا مثال میزنن از پادشاهی ایران؟ ایشون رو با قد و قواره خودشون مقایسه کنن، با یه مش دزدی که الان رفتن کانادا و این ور اون ور رفتن بعد ایشون رو مقایسه کنن، نه با پادشاه ایران. و اینکه من متاسفم، یه اول اینکه یه عذرخواهی میکنم با تمام احترامی که برای دوره قطع شد. کاپیتان بیا میگم این همین 50 ثانیه 40 ثانیه هی قطع میشه. این اگر نتونه چیزش بکنه، وصل بکنه کامل، این مشکل وجود خواهد داشت همچنان. الان تصویرم اومده بالا که دوباره قطع شده. نمیاد، نه این همینجوری قطع میشه. بگو حالا، سریع بگو. متاسفانه من با تمام احترامی که برای خاندان پهلوی و شخص شاهزاده قائلم و نه دیبا، خاندان پهلوی قائلم، ولی دونسته یا ندونسته با رفتارشون، با این موزهشون داخل اپوزیشن کاری کردن که این بسیجا برای اینکه بخوان در مقابل شما مثلا بخوان مبارزه انجام بدن، میرن از ایشون استدلال میرن و پشت ایشون قایم میشن و ایشون هم همچنان در سکوت به سر میبره. امیدوارم که این مسئله هر چه زودتر حل بشه. من مطمئن، یعنی اگر سکوت کنند یا موافق این سیستم مزدورای بسیجی هستند یا رفتارشون جوریه که اینا بخوان پشت ایشون قایم بشن و اینطوری بیان خاندان پهلوی رو زیر سوال ببرن. در مورد بحث مقدمه کاپیتان هر دفعه انقدر طول میکشه تا برسه به اصل پیام، یه دور دیگه قطع میشه. بچه‌ها دارن میگن گوشیتو یه دور ببند و باز کن، درست میشه این قضیه. قفل کن دوباره گوشی رو باز کن، این مسئله حل میشه. صدای من میشنوی؟ مجددا درود. پیام اصلی رو بگی. در شرایط فعلی ایران که این همه تحولات ایران به شدت در هر 24 ساعت کلی پیام کلی خبر اتفاق میفته داخل کشور، چرا شاهزاده سکوت کرده و برای تشکیل شورای انقلاب هیچ اقدامی انجام نمیده؟ الان که اینقدر مردم میگفتن اتحاد اپوزیشن، اینقدر فریاد میزدن، حالا که دیگه کنگره ملی و شخص امیر فخرآور اومد و اعلام کرد، چرا تشکیل من و صدای فریاد کمک ما، کمک ما ملت ایران، چرا هیچ کی نمیشنوه؟ چرا تشکیل نمیدن و کار؟ امیدوارم پیامتو گرفتیم کاپیتان عزیز. امیدوارم به همین نظرسنجی که الان انجام شده توی توییتر دقت بکنن. آمار خیلی بالاست. خواسته مردم برای تشکیل شورای انقلاب در مقابل چیزهای دیگه نگاه بکنیم دوباره. از بین 1682 نفری که توی 12 ساعت گذشته رأی دادن، نظرشون اعلام کردن، 86% دارن میگن تشکیل شورای انقلاب الان ضروری ترین کاری که باید اپوزیشن انجام بده. 2% فقط میگن ادامه اصلاح طلبی. بین اصلاح طلب ها و سگان درگاه سید علی رقابت هست. چند لحظه پیش که خوندم اصلاح طلب ها شده بودن 1%، سگان درگاه 4%، الان اصلاح طلب ها 2%، سگان درگاه سید علی شدن 3%. خیلی رقابت سنگینی با هم دیگه دارن. به این نظرسنجی اگر نگاه بکنن شاهزاده، فکر میکنم که در جریان مسائل قرار بگیرن که خواسته اکثریت مردم ایران امروز تشکیل شورای انقلاب است. به یزدان پاک میسپارم همه شما عزیزان رو. همین صفحه اینستاگرام رو امیر نقطه فخرآور فالو بکنید. صفحه اینستاگرام کنگره ملی ایرانیان هم هست، ایرانیان نقطه کنگرس. هر دو رو صفحات رسمی ما هست، میتونید فالو بکنید، همراهمون باشید. تا صحبت‌های دیگه به یزدان پاک میسپارمتون و به خداوند ریاضیات و فیزیک. بدرود.